برنامه امید ایم در قسمت 409 اینجا بشینم و مهمان عزیز و ویژه‌ای داشته باشم که خودتون میدونین دیشب بهتون گفتیم امید نازنینمون. خیلی مخلصیم، چه حس عجیب و غریبی این ور نشستن. در درازای این سالها، دو سال شد امید ایم داریم اجرا میکنیم، 409 شب هم ازش گذشت، نخستین بار اینجا میشینم و حس عجیب غریبیه. حسش چجوری برات؟ کنترل روی چی ندارم دیگه، انگار لختم. میدونی چرا؟ یه لپتاپ عزیزم با یه دونه این واسه تلفن، حالا این لپتاپ رو بردم یکم جبران کنم، اون تلفن همه کار است، اون تلفن همه کار است. حالا در راستای برنامه ما تلفن ها رو هم به شما اعلام میکنیم، من دارم سعی میکنم امید جان مثل شما اجرا کنم. او بعد اون در درازای برنامه، در درازای برنامه خرابکاری میشه. امید جان شروع کنی. من در خدمتم. دیشب یه بیننده عزیزی تماس گرفت و گفتش که میخواد بدونه که امید از کجا اومده، بله، چند سال از کشور خارج شده، چرا خارج شده. چشم. من متولد 4/1/62 هستم، صادر از بخش 1 تهران، دربند دنیا اومدم. اون موقع نمیدونم حالا به علت شلوغی های دم عید بود یا مسائل مالی خانواده بود، نمیدونم دلیلش چی بود، تو خونه یکی از همسایه‌ها دنیا اومدم، بیمارستان و اینا نرفتن اصلا. مامانم میگه قابلت اون اتاق مهمون داشت اومده بودن عید دیدنی، این اتاق من داشتم تو رو دنیا میآوردم. آخه آره، اصلیتمون شمرونیه، تجریشی هستیم از طرف پدری. از طرف مادری اصلیت تهرانیه، ولی چون پدر بزرگ من ژاندارم بوده و ماموریت بهش میخورده این بر اون بر، هر کدوم از اعضای خانواده مادریم توی شهری دنیا آمدن، بیشتر هم شهرهای شمالی، تهران هستن، قزوین هستن، ساری، گرگان، شهرهای گوناگون، چون پدر بزرگم بر این باور بوده که خانواده رو نباید تنها گذاشت، هر جا میرفته ماموریت خانواده رو میبرده با خودش. خیلی هم مثل که فعال بوده پدر بزرگم، هر جا خانواده رو میبرده یه دست گلی به آب میداده. یکی از بچه‌ها دنیا میومده. من نه، من یه خواهر دارم، از خودم 4 سال بزرگتره، به فرزند دوم خانواده هستم و هیچ وقت هیچ برادری نداشتم. برای همین رفیقای پسرم، اونایی که رفاقت کردیم با هم دیگه، همه مثل برادر بودن برای من، یعنی اون خلأ نبوده نداشتن برادر رو سعی کردم تو رفیقام پیدا کنم. جا داره اینجا بگم که قبل از اینکه برنامه شروع بشه، دوستان عزیز، دوستان امید همینجا وایساده بودن. ساله چالشی نپرسی یا اذیتش نکنی، یا گفتم نه بابا مگه امیدمونه، مگه میشه. بچه‌ها خیلی با آخرین لحظه اینجا وایساده بودم، به اضافه ندا البته. آره بچه‌ها خیلی به من لطف دارن و من 12 بهمن 1377 از فرودگاه مهرآباد ایران رو با یه بغض عجیب غریب تو گلوم ترک کردم به مقصد روم. اون موقع ویزای ایتالیا رو برام گرفته بودن. میگم با یه بغض عجیب غریب برای اینکه مثلا دلم نمیخواست از ایران بیام بیرون. اون موقع تازه فوتبال نوجوانان رو ادامه داده بودم، رفته بودم نوجوانان استقلال تست داده بودم، قبولم کرده بودن، تست دادنم خیلی عجیب غریب بود. صبحی که میخواستم برم تست بدم، یکی از تختای خونه رو بابام داشت تعمیر میکرد، یه چوب گذاشته بود رو زمین که میخش برعکس بود. من با عجله اومدم برم تو اتاق، جوراب بردارم، پامو گذاشتم روی میخه، رفت خورد به استخون روی پام خیلی عمیق. اما خب باید میرفتم تست بدم و با همون پا رفتم تست دادم، قبولم هم کردن. قرار بود برم بازیمو آغاز بکنم که گفتن نه دیگه، همه چی رو فراموش کن، تو بعد از ایران بری. و تصمیم خانواده این بود که بیام بیرون تو سن 15 سالگی 14 خورده‌ای، ایران رو ترک کردم که برگردم. اما خب الان 26 سال شده که نشده برگردم. کلا دارم مشکل داری بودم. اون اوایل مشکل اقامت داشتم، بعد مشکل سربازی داشتم، بعد اومدم من تو مشکل سیاسی پیدا کردم. آدم مشکل داری بودم از اول. نفرمایید، خواهش میکنم. بگو چجوری با شبکه من تو آشنا شدی؟ تو یکی از بحرانی ترین شرایط زندگی، من همیشه تو بحران زندگی کردم، شاید زندگیم بحرانی بوده، یه رستورانی رو باز کرده بودم، ضرر عجیب غریبی توش داده بودم، درش بسته شده بود، با 6 پوند و 75 پنس موجودی نشسته بودم تو خونه دنبال کار میگشتم. با خانواده‌ام دعوام شده بود، قطع رابطه کردم، چون یه سری راهنماییونا کردن، من سر قدبازیای خودم گوش نکردم، ضرر کردم، دودش رفت چش خودم و قطع رابطه به این منظور که دروم نمیشد باشون ارتباطی بگیرم دوباره. بابک سعیدی به من زنگ زد. من با بابک خیلی رفیق بودم، یه مدت اصلا با هم زندگی میکردیم من و بابک.
بهم زنگ زد گفت امید یه شبکه اومدن دنبال من برای آکادمی گوگوش، انقدر محیطش خوبه، انقدر همه بچه ها جوونن و خلاقن، اصلا خوراک خودته. گفتم بابک من حالا اون موقع من تئاتر کار میکردم، ترانه هم مینوشتم، ولی کار تلویزیونی هیچ وقت انجام نداده بودم. گفتم بابک من چیکار بکنم؟ گفت همین کاری که با ما میکنی رو به جون تو سالو. ما همین کاری که با ما میکنی چرت و پرت چیکارشو میکردی؟ ببخشید حالا دیگه به چالش میخوام بکشم چیکارشو میکردی؟ یادته من حالا یه افتاده حالی دارم ایجاد شده، اما خب من 20 سانت رو هوا راه میرفتم، اصلا رو زمین بند نبودم من. به اونم میرسه. بعد گو همین کارهایی که با ما میکنی، بلایی که سر اون چیزای چرت و پرتی که با ما میگی رو بیا اونجا جاشه هستن. که اومدم با کیوان عباسی صحبت کردم، بابک رفته گفت من آیا عباسی من یه دوستی دارم به نام امید، اون فکر کنم به دردتون میخوره. که اون گفت بگو بیاد. رفتم باهاش صحبت کردم و گفت آره میخوایمت، میتونیم با هم کار بکنیم و کارمو آغاز کردم. ولی چون اشاره کردم به اینکه من ضرر عجیب غریب دادم، وضعیت مالیم خراب بود، با یه اندک پوند موجودی نشسته بودم خونه، بعد از اینکه کیوان منو قبول کرد من شرایط اومدن به کار و رفتن هم نداشتم، نمیتونستم هزینه رفت و آمدم هم پرداخت بکنم. با بیچارگی دو سه روز رفتم اومدم، یه مقدار پیاده، یه مقدار اتوبوس دزدی سوار شدن، آندرگراند رو پیچوندن، از این کارهای اینجوری، دیدم نمیشه اینجوری ادامه داد. رفتم خیلی رو راست به کیوان گفتم، گفتم من اوضاعم خیلی خرابه، راه خونم هم دوره، نمیتونم هر روز برم و بیام. آره چون سر ما حقوق میگیره. آره. گفتش که فردا بیا دفتر ما هم دیگه صحبت کنیم. فردا رفتم دفتر کیوان، دیدم یه پاکت گذاشته رو میز و اونو هل داد سمت من، گفتش که این پولو بردار برو خونه بگیر، نزدیک محل کار بگیر، بقیه‌اش هم بذار پیشت باشه، ریز ریز من از حقوقت به من بده. در پاکت ها که میدیم 3000 خورده ای پول گذاشته، من پول پیش خونه به من داد و یه مقدارش هم برام موند. با سام سرمدی رفتیم یه خونه رو گرفتیم، با هم همخونه شدیم و کیوان ندیده نشناخته من وارد شدم شروع کرد حال دادن. و این هیچ وقت یادم نمیره که میتونست به روش نیاره، میتونست بگه حالا یه جوری برو بیاد، یه کار میخواستی من بهت دادم اینا، ولی از روز اول سعی کرد محیط و شرایط رو برامون فراهم کنه، مساعد کنه، قابل کار بکنه، یعنی به خلاقیتمون بتونیم برسیم، دغدغه‌های دیگه نداشته باشیم. و این برام خیلی ارزشمند بود. هیچ وقتم عنوان نکرده بودم تا حالا، ولی الان میخوام بگم آقای عباسی دم شما گرم. مرسی. سورپرایز شدم واقعا، دمشون گرم. اولین کاری هم که کردی بفرمایید چام بود، درسته؟ نه. من اولین کاری که کردم هیچ جایی برام سراغ نداشتن. نمیدونستنم تواناییام تو چه اندازه‌ایه. توی من و تو پلاس اوتوکیو میچرخوندم، بچه ها اجرا میکردن، من این نوشته های متنشون رو براشون میچرخوندم که بیاد بالا. یه روز یکی از اجرای من و تو پلاس، اون موقع یادت باشه سید، ضبط میکردیم بعد پخش میکردیم. ضبطش خیلی طول به درازای عجیب غریبی کشید. مثلا بخش یکی برنامه درود به من و تو پلاس امروز خوش اومدین، مثلا تیک 182 بود مثلا، که یه لحظه کیوان اومد در رو که اون موقع یادت باشه ما استدیو اون پایین بود، بله. اتاق فرمان بالا بود، بله. اصلا تو اتاق بابک کیوان اومد شروع کرد عصبانی بازی که بابا دیگه بسه، دیگه زور شد آخه، یه سلام علیک هنو نگرفتین چیکار دارین میکنین و اینا. که یکی از بچه‌ها که داشت اجرا میکرد گفت من عینکمو نیاوردم نمیتونم تو کیو رو بخونم. گفت برو عینک یکی بگی بزن چشت یه کاری بکن. گفت نمیشه نمیخوره و اینا. یود یه نگاه کردید من اونجا نشستم، گفت نمیخواستن اجرا کنی امید تو پاشو اجرا کن. میکنم بودم آقا من؟ گفتش آره. گفتم آخه من نکرد. گفت از این بدتر که نمیشه که، پاشو. همین پاشو دیگه من پاشودم تا الان در خدمتتون دیگه نشستم. بله با هم هم چقدر اجرا کردیم، چقدر با هم کلکل کردیم. آره. چقدر منو اذیت کردیم. من خیلی شما رو اذیت کردم، از همتون پوزش میخوام واقعا. همه اینا شد خاطر، الان نگاه میکنیم میبینیم چقدر خوبه، چقدر قشنگه. خب پس با مناتو پلاس شروع کردی؟ بله. اجرای مناتو پلاس بعد چون فوتبالی بودم، خیلی فوتبالی بودم، خیلی زور زدم یه برنامه فوتبالی داشته باشیم، یه آفساید نصف نیمه تونستیم ببریم با جاوید جعفری فرهانی که عمر همکاریمون خیلی کوتاه بود، بعد از شبکه جاوید جدا شد و دیگه رفتیم فوتبال رو بردیمش توی مستندسازی. مردان دیروز رو ساختیم، حشمت خان مهاجرانی بود، بازی ایران آمریکا بود، چند تا بزرگ دیگه بودن، امام علی حبیبی رو تو اون راستا درست کردیم.
خودت نذاشتی فوتج بیارم، اگر من میخواستم همه اینا رو برات فوتج بذارم. آره به حرف بزنیم. از فوتبالت گذاشته بودم اصلا قبل از اینکه بیای اینجا، چقدر فوتبال بازی می‌کردی؟ چه سر فرم بودم، چه نوک پنجه بازی می‌کردم. بله خیلی خوب و عالی و سر حال برات گذاشته بودم، ولی خب از ما درخواست کردی. آره بیشتر حرف بزنیم هم، چون در درازای این 14 سال دیگه جلو دوربین زیاد بودم، دوستان دیدن کارامونو، پویاییامونو، همه چی رو دیدن و من خودم به این باورم اگه قراره مونتاژی باشه، یه یادگاری باشه، یه یادبودی باشه، قشنگیش اینه که مردم برات بزنن، نه من خودم برای خودم بزنم بیام اینجا پخشش بکنم. اینه که گفتم دست خالی میام تا ببینیم فردا چی میشه. بعد میخواستم برم سراغ طغرل، ولی طغرل و اون شخصیت طنزی که داشت از طنازی تو میاد و تو کلا به نظر من، خب همه میدونن آدم خیلی طنازی هستی، این طنز از کجا میاد؟ اصلا ایران هم بودی همینجوری بودی؟ چی شد که تو اینجوری طناز شدی؟ ببین من الان به این باور رسیدم که یک فلسفه‌ای در من هستش، که یعنی یک به فلسفه‌ای باور دارم که کل جهان و کل هستی یک شوخی بیش نیست. ولی خب یه بچگی درم بود، نمیدونستم داستانش چه خبر. خیلی خیلی دلقک بازی دارم، خیلی مسخره بازی دارم می‌بردم. تمام شخصیت‌های تلویزیونی، چه کارتونی، چه سینمایی، چه سریالی رو من تقلید صدا می‌کردم، ادشون رو در می‌آوردم. مثلا یه دوره‌ای مادرم نگران این شده بود که من چجوری خودم حرف میزنم، بعد بزرگ بشم قراره چجوری حرف بزنم، انقدر ادای این اونو دارم در میارم، شخصیت خودم چی میشه. در ادامش خب حالا فوتبال نشد، پام شکست، نتونستم فوتبالیست بشم، رفتم دنبال بازیگری، تئاتر خوندم، هنرهای نمایشی کار کردم، چند تا اجرا هم اینجا داشتیم و اونجا خیلی بهم کمک کرد این چیزی که درونم بود. ولی این شوخی که میگی، طنازیه که میگی، ببین سالومه، هیچ چیزی در جهان اونقدری که به نظر میاد آزاردهنده و جدی نمیتونه باشه. ما از موقعی که دنیا میایم به سمت مرگ میریم، به سمت نابودی میریم، روزامونو میشمریم تا برسیم به اونجایی که قرار تموم بشیم. پس کل فلسفه این بودن این زندگی به نظر من خودش شوخی خیلی مسخره و ناراحت کننده است. حالا این وسط یه سری چیزای پیش پا افتاده، آدم بخواد جدی بگیره و ازشون یه کوه بزرگ درست بکنه، به نظرم اضافه کاریه. برای همین سعی میکنم با شوخی. تجربه هم کردیم تو زندگیمون، ما بزرگترین بحران ها، بزرگترین دردسرها تو زندگیمون وقتی پیش میاد ازش که عبور میکنیم، برمیگردیم بهش نگاه میکنیم، یه طنز تلخی توش هست، به یه گوشهش میخندیم، یه جاییش برامون کمدی میشه، کامیک میشه. برای همین زیاد نباید جهان، آدماش و موضوعاتش رو جدی گرفت، مگر در یک سری مسائل خاص. دقیقا. امید، اگر به بیننده های عزیز باید بگم که امید با هر چیزی مثلا میمونی ناراحت، گریه، چی شده سید؟ چی شده ندا؟ چی شده؟ به هر چی، به تا میگفتی یه چیزی میگفت میرفتی رو هوا، اصلا یادت میرفت که اصلا الان از دست چی ناراحت بودی. و شکر این ازم به جامون در برای شما. من دیشب مثال زدم، گفتم چون پدر منم این همچین حالتی داشت، گفتم شما هم دوستای خوبی هستی و چقدر خوبه که هستی و چقدر خوبه که ما رو دورت بگرد این مدت شاد کردی. چی شد که این شخصیت طغرل به وجود اومد؟ میدونم خیلی گفتی، ولی تو سوالا بود و رفتی جای استاد ایرادگیریان بود. بله. درسته؟ بله. اولش چی شد، بعدش چی شد؟ ببین بفرمایید، چون موقعی که ما می‌خواستیم ضبط کنیم خب بلد نبودیم چیکار باید بکنیم، تازه نو بود همه چی برامون. نحوه صداگذاریش به ویژه خیلی نکته کلیدی بود. بفرمایید جام، باید یک جوری صدا میذاشتی که سایه روی شرکت کننده اون اتفاقی که تو برنامه داره میفته نندازه، از اونا عقب هم نمونه. خب این دروردنش یکم کار، یکم سخت بود. من یادم بچه ها متن مینوشتن واسه بفرمایید جام، مثلا نوشته بودن دقیقه مثلا 15:42 صاحب خانه شوخی میکنه سر میز، پاسخ این شوخی داده شود، بعد نقطه چین میذاشن. حالا چی میتونه این پاسخ باشه؟ یک فصل آقای ایرادگیریان که دوست نداره بگیم کی بود صدا گذاشت روش، درگیر یک برنامه به شدت مهم شد و این برنامه موند. بچه هایی میمدن تست میزدن، منم رفتی که اونایی بودم که تست دادم. و برای اون لحظه، اون موقعی که توی بحران بودیم، کاری که من کردم هم سریعتر انجام شد، هم نیاز متن نویسی نداشت، هم بداهه‌گویی بودش. گفتم خب باشه، امیدو بذارید. که تو اتاق نشسته بودیم،
بابک صدا رو میگرفت گفتش که امید که نمیشه باشه که. گفتم آره اصلا زایه است، خودم اونجا بعد صدام اینجا، یه کار دیگه بکنیم. گفت چی بذاری مثلش؟ گفتم چه میدونم، یه چیز بذار تو دهن نچرخه. گفت مثلا چی؟ یکم فکر کردم گفتم بس طغرل، حالا نمیدونم، تو ناخودآگاه من شبهای برره بود، از اونجا اومد، نمیدونم چی بود. وگه اگه میدونستم انقدر این کاراکتر قرار محبوب بشه و دوستش داشته باشن، سیاوشی، کاوهی، یه نام پارسیه، مشتیه. اما خب اون لحظه یه چیزی اومد تو ذهنم، گفتم گذاشتم و اینجوری مون روش. طغرل واقعا با خود امید فرق داره. طغرل شخصیت تلویزیونیه، یه مقدار بی‌اعصابه، یه مقدار بی‌ملاحظه است و به شدت شخصیت روکیه. اما خب خود امید تو زندگی واقعیش اینجوری نیست. مثلا من خودم آشپزی که میکنم انگار بازار مسکراس تو خونه، تق توق پق پوخ، اما اون به لب کاسه زدنم حساسه. یعنی مثلا یه شخصیتی سوای من، نمیدونم، شاید یه شخصیت درونی بوده تو خودم داشتم، به واسطه به فرمایشام تونسته بیاد بیرون، یه خودی نشون بده، نمیدونم. اما من خودم مشکلای اساسی و بنیادی با طغرل دارم. مثلا این که تو چرا انقدر بیشوری؟ تو چرا عیب آدما رو به روشون میاری؟ یو بش به تو چه اصلا؟ تو کجای پیازی؟ کی نظر تو رو خواست اصلا؟ ولی خب اون گوش نمیکنه دیگه، اون همینجوری ورور جادو حرف میزنه. خب و بیننده ها خیلی دوستش دارن. نداشتن. یه دوره خیلی کوتاه. آره، طغرل که اومد روی برنامه صحبت کرد، خیلی مردم زده شدن، خیلی ناراحت شدن که این کیه، چقدر بی تربیته، چقدر بی ادبه، ورش دارید. تا استاد ایرادگیریان برگشت، خودش شروع کرد صحبت کردن. استاد ایرادگیریان که برگشت، مردم دوباره دیدن یه متن، یه لحن متین و آروم و اینا رو شنیدن، گفتن نه، اون پاچه پاره یه چیزی داشت، ما دوستش داشتیم. فشار گذاشتن. حالا من اینو الان بگم، خود کیوان توی سه شب گفتگوش هم گفت که بفرمایید، چون شاید یه قسمتش هم ندیده باشه، و اصلا این کاراکتر طغرل رو بفرمایید دوست نداشت، یه آدم اینقدر بی پرده سخن بگه. فشار مردم و کامنت ها بود که طغرل دوباره برگشت رو بفرمایید جام، و اصلا طغرل حذف شده بود چون یه سری فوش خورده بود، بیننده ناراضی بود، مدیریت هم لحنش دوست نداشت. خود مردم طغرل رو برگردوندن و دیگه مون دیگه. درسته. و الان هم همه بفرمایید شما، همه میگن به خاطر طغرل نگاه میکنن. اونو که لطف دارن، ببین دق و دلیشون رو خالی میکنه، چون اونا که نمیتونن حرفشون رو بزنن. آره، ولی یه چیزی بگم، چون دوربین تلویزیونی تو خونه ایرانیا میره، خونه و زندگی و طرز پوشش و دکور و اینا رو میبینیم، برامون جذابه. ما بخوایم نخوایم دوست داریم یه سرکی بکشیم ببینیم چه خبره، اون جذابش میکنه. حالا طغرل میشه مزید بر علت، ولی همه بفرمایید چون واقعا طغرل نیست، یه تیم بزرگ زحمت، تیام سالها زحمت کشید، بقیه بچه تو اتاق تدوین چقدر زحمت میکشن، مرجان خانم قسمت به قسمت میاد میومد میشست نگاه میکرد که این طغرل این دفعه چی گفته، آبرومون نره، حیثیتمون نره. منم یادم سر بیمار خودمون. آره. چقدر نگران بودم. آره، خیلی خیلی همه زحمت کشتن تا این برنامه شست رفته در خور و شأن مردم بره بالا رو آنتن، و واقعا این که بگن به خاطر طغرل میرن، یکم کم لطفی میشه به بقیه رفقامون. نه میگم یکم اشتباه گفتم، یکی از دلایلش این بود، وگرنه درست داری میگی. به خصوص اون شیفت شبش، من میدم تیام دو نصف شب بعضی وقتا برمیگشت خونه، یعنی ساعتهای کاری بسیار طولانیه، چه صبحش چه شبش. حالا که تو بفرمایی شامیم آقا امید، به من بگو ببینم خود طغرل از چه شخصیتهای خودش وقتی داشته صداشو میگفته خیلی هرس خورده؟ همه. نه همه نه، الان تو ذهنت هم من آقا مجید آسایش تو ذهنمه، اسی منچستر تو ذهنمه، اون خانومه که گفت دون شاوتت می قرمز، و اسمش یادم نیست که بعدا تو راهپیمایی 22 بهمن دیدیمش تو ایران، رفت به رهبر لبیک بگه. بله بله یادم افتاد، بله وای. اون بود. یه گروه توی کانادا ضبط شد، یادم نیست مونترال بود یا ونکوور، یه آقایی توش بود که یخچال بزرگ داشت، اسمش یادم نیست واقعا. اون خیلی تو ذهنم مونده که بدنسازی کار کرد، قهرمان کانادا شده بود تو بدنسازی. بعد تنها جایی که ازش صحبت کردن یه مجله فارسی زبان بود، نمیدونم چه جوری میشه تو کانادا تو قهرمان. سهیل، آفرین. تو چطور میشه نه سهیل که اصلا جای خود داره، اونو ولش کن، اون اصلا من از ذهنم پاکش کردم، چرا دوباره آوردی تو ذهنم؟ من کلی زحمت کشیدم سهیل شسته بودم. آخه من خیلی سخت. آره. یه دوستی بودن، خیلی‌ها بودن اذیت می‌کردن،
طغرل هم نمیتونست اونطور که بعدش از خجالتشون در بیاد، بالاخره برنامه تلویزیونی بود. من یادم مرجان خانم منو یه بار کشید کنار گفتش یک جوری به این طغرل بگو یه جوری کامنت بذاره که خودش با خانوادهش میخواد بشینه تماشا کنه خجالت نکشه. آخه گفتم بسیار متر و معیار سنجیده‌ای بود، چشمه اینو دستم میمیم. این آخری، این فصل آخر چی؟ فصل آخر کسی رفت روی مخت؟ کسایی که مثلا من دیدم، خانم غزل مثلا. آره رفت. آره شیرین، شخصیت های شیرین کیا یادت مونده؟ خیلی داشتیم شیرین. واقعا تو ذهنم ناماشون رو ندارم بخوام بگم. و اصلا من یه داستانی چیزی شده ازشون یاد بگیریم، اینو یاد تو سعی ذهنت داشته باش. ببین بفرمایید شام به کل برای من یه دانشکده آدم شناسی بود، هم میهن شناسی هم آدم شناسی. شرکت کننده که از شهرهای گوناگون بودن، خوراکای خاص خودشونو داشتن، پوشش‌های خاص خودشونو داشتن، لهجه خاص خودشون، گویش خاص خودشونو داشتن. اینا رو من با آشنا شدم، یاد گرفتم، بیشتر تو ذهنم نشست. یا آدمایی که درو بودن، تو رو یه جور رفتار میکردن، پشت سر یه جور دیگه رفتار میکردن، یه سری نشانه ها ازشون من یاد گرفتم که این وقتی تو رو اینجوری برخورد میکنه پس پشت سر میتونه اونجوری هم برخورد. میدونی خیلی چیزا به من یاد داد بفرمایید شام. حالا از شرکت کننده ها شاید چیز خاصی تو ذهنم نباشه که بخوام بگم، که قطعا اون نام چیزایی تو ذهنم به یادگار گذاشتن، ولی خود مجموعه بفرمایید شام و اون شرکت کننده ها برای من امید و طغرل، الان از تو داره صدا میکنه میگه اسمانو بیار یادت نره، یه دانشکده آدم شناسی بود و خیلی دوست داشت. فل بداهه میگفت، یعنی همون لحظه نگاه میکردی و میگفت. قرارمون اصلا همین بود که چون سه تو خودت کار تصویر کردی، به ویژه تو بداهه گویی و برنامه زنده اون حسی که اول اتفاق میفته درست‌ترین و خالص‌ترین حسه. تو هر چی بخوای راجبش فکر بکنی که حالا اینجاش اینجوری کنم، حالا اونجوری کنم، خرابش میکنی. مگر اینکه یه کاری باشه که مثلا نمیدونم یه متنی باشه که بخوای یه متن فاخر بنویسی، آره یه اسکلت می‌نویسی، بعد میری فکر می‌کنی، برمیگردی واژه پردازی می‌کنی، اون جای خود داره. ولی برنامه اینجوری که اتفاق تو لحظه داره می‌افته، تو نمیتونی از اون لحظه جا بمونی. قرارمون هم همین بود از اول که بفرمایید چون من نبینم، من با بیننده ببینم، یا طغرل بهتره بگم، بفرمایید چون با بیننده ببینه. دقیقاً همونجوری که بیننده نخستین بار میشینه تماشا می‌کنه، طغرل هم همینجوری باشه، بشینه تماشا کنه، هر چی اومد تو ذهنش بداهه بگه و ضبط. حالا بعضی موقع یه چیزایی میمیاد توی ذهن طغرل که نباید میرفت رو آنتن، اونو برمیگشتیم پاک میکردیم. ولی عمدتاً اینجوری بود دیگه. آره یک سری کامنت هم برای همون اتاق صدا بود، یعنی همونجا گفته میشد، همونجا کبود میشدیم، زمین رو گاز میزدیم، پا میشدیم خودمون رو میتکوندیم، پاک میکردیم، یه چیزی به جاش میگفتیم و میرفتیم جلو. آره میدونی چرا گفتم فیل بداهه؟ برای این که همین سری آخر که داشتم نگاه میکردم، الان راجب آدم شناسی حرف زدی دارم میگم، میفهمیدی مثلا میگفتی خب این الان داره اینو میگه، ببینیم بعدن هم همینو میگه، یعنی بعد میرفتیم جلو و میدیدیم طغرل درست گفته. بر همین ازت پرسیدم نفل بداهه بوده یا نه مشخص. آره بداهه گویی بوده تقریبا. چه قشنگ بداهه گویی بوده. بداهه گویی بوده. دمت هم گرم واقعا. بفرمایشا یکی از یعنی واقعا یکی از بهترین برنامه های شبکه بوده، پربیننده ترین برنامه شبکه بوده. تیام گرم که پافشاری کرد مجموعه و من و تو این بفرمایشامو بسازه. اگه تیام نبود واقعا ساخته نمیشد، چون کیوان اصلا دوست نداشت و پافشاریای و مرجان خانم. بله این یکی از تنها پروژه‌هایی که مرجان خانم 0-100 روش بود، اهمیت ویژه‌ای براش داشت. چه کامنت گذاری ها، چه فیلم برداری ها، چه شرکت کننده، چه برخورد تیم تهیه کننده وقتی میرن تو خونه مردم، چقدر گوش زد میکرد، دارید میرید تو خونه مردم و حواستون باشه فلان نکنید و ال نکنید و بل نکنید و حمایت های عجیب غریب که. و تیو رو من بگم. تیو عزیزمون یه پسری بود رفقا، اهل قبرس، عجیب غریب دوست داشتنی، یه روابط عمومی به شدت خوب و قوی هم داشت و به شدت آدم فانی بود. چقدر زحمت کشید جاش خالی. تیو هم برای این برنامه، تیام و تیو یعنی تی ان تی، این دوتا خیلی زحمت کشیدن به اضافه مرجان خانم و تیم مدیریت بچه های پشتیبانی.
نه واقعا درست، یعنی آخرین کسی که باید اسمش رو بفرمایید شام اوورد طغرله واقعا. خب بیننده ها راجع پشت صحنه زیاد نمیدونن، تصویر رو بیشتر نگاه میکنن، حتی انتخاب شرکت کننده ها، چون یه مدتی من یه خیلی مدت کوتاهی شادو کردم تیام میدیدم که حتی تک تک شرکت کننده باید بره ببینه. بله. همه این اصلا واقعا خیلی کار سختی بفرمایید شما انجام، پروداکشن بزرگ و سختیه و بسیار برنامه. یه اتفاقی هم هستش، اون شرکت کننده باید به توی اعتمادی بکنه، با توی حس راحتی بکنه که وقتی توی خونش با گروه فیلم برداری هر کار میکنه، داری تصویر برداری میکنی، معذب نشه، کپ نکنه، خود سانسوری نکنه، خودشو پنهان نکنه، باید باد راحت بشه. و این حس راحتی رو تیام ایجاد میکرد. بله. و اینم دوباره یک کردیتی که به تیام باید داد. بله درسته. خب دیگه چیز نداری از بفرمایید شما برام دیگه؟ سلامتی شما. آخه از طغرل عبور کنی بفرمایید، بریم سراغ برنامه های نوروزی که شما از روز اول بودی، همیشه توشون نقش داشتی، اجرا داشتی، از سال اول بودی. میخوام برام به من برنامه نوروزی بگی، از دفعه اولی که اومدی و مجری نوروز شدی توی اون اتاقی که همون سال 90 با بچه ها مصاحبه میکردی، از همون روز اول برام بگو. من در درازه 14 سال وسط بگم، شما تنها مجری هم بودی که اتوکیو هم نداشتی. نداشتم. شما اتوکیو داشتی ولی شما همه رو شما حرفه‌ای بودین. من برعکس فکر میکنم، برعکس، یعنی انقدر بد اعتماد داشتن که نیازی نبوده برات اتوکیو بذارن. تو لطف داری. ببین در درازه این 14 سال فکر کنم من دو تا نوروز اجرا کردم. نه نوروز اول بودی، نوروز دوم بودی، بعد دیگه ساید کیک شدم، یا مثلا تو اتاق مهمان ها بودم. مجری اصلی نبودم، مجری های اصلی نوروز مرد یا رها بوده یا کسرا احمدی. نه درسته، که مثلا یه مدت گله کردم به این قضیه. گله کردم، من گفتم کسرا در درازای سال یه فریم برنامه ازش پخش نشده، چرا باید بیاد نوروز اجرا کنه؟ این گله مندی من بودش که بچه‌ای که در درازای سال جلو دوربین بودن با مردم ارتباط برقرار کردن، اینا اونا باید یه شانسی به اونا هم باید داده بشه. که حالا به هر حال داستان اینجوری بود که بری چقدرم خوب کسرا پسش بر اومد، چقدرم خوب اجرا کرد. و من دو تا نوروز بیشتر نبود، دو تا یا سه تا نوروز مجری اصلی بودی سال 91. آره. خب ولی بقیه نوروزا همه پشت صحنه، یعنی بودی بالاخره؟ آره دیگه. نه بودن که خب بودی، منم تو مجبور بودم، نمیشد منو حذفم کنن. نه ببین منظورم متوجه نمیشی امید جان، منظورم اینه که پشت صحنه اجرا میکردی، مثلا نوروز اول بودی، نوروز دوم بودی، نوروز سوم که خودت اجرا میکردی، دوباره بقیه نوروزا. آره ولی اون مین مجری که تو برنامه هستش، مجری اصلی مرد، اصولا یا رها بود یا کسرا. من یک یا دو نوروز بیشتر نبودم، بقیهشو همون کاری که بقیه بچه ها میکردن منم بودم و در کنار بچه ها میگفتیم، میخندیدیم، برنامه رو میوردیم جلو. که اتفاقا چقدر حال و هوای اینور بودنه تا اون جلو بودنه بهتره. منم همینو میگم، منم پشت اونجا بودم بهتر بود. آره اسپاتلایت روته، فشار روته، بعد ویترین شبکه‌ای اونجا، خیلی انتظار ازت دارن، توقع ازت بالاه، که حالا ما از اینش واهمه ای نداریم واقعا. ولی این ور که با بقیه بچه ها هستی، شیطنت های خاص خودشو داره، یوشکی مشروب آوردن خوردن داره. بح بح این کارو کردی؟ پچی پنپ صاف و صادق میومدیم، صاف و صادق میرفتیم، هزار یک پدر سوخته بازی در میومد. چرا اینو رو به من نگفتی؟ واقعا میگی. آره. اون موقعی که مثلا نوروز دو با بچه‌ها مصاحبه می‌کردی دیگه، مجری سوم بودی. آره. دیگه خب من قشنگ یه صحنه ازت یادم، بغل دست آرمین وایسادی سر داری، اون موقع هنوز شریاد نره نیومده بود و داشتید یه مسابقه کوچیک مثل شریاد نره اگه یاد باشه برگزار کردین، بچهای آکادمی رو آورده بودی. بله. یادت میاد؟ بله. من سامی بیگی آفرین، سامی بیگی اجرا می‌کرد، وایساده بودی بغل دست آرمین، بعد اینجوری نگاهش می‌کردی، خیلی بلنده، گفتی اون بالا هوا چطور آرمین؟ خیلی یعنی این قشنگ اینجوری باید، بعد آدم کنارش احساس حقارت میکنه، یعنی یه از بالا نگاه میگه جانم، بعد میگی اگه اونجوری که هیچی دیگه شما جانم. ببینم ایده شایده نره از همونجا اومد؟ از همونجا اومد، یه برنامه درست کردم به نام هم‌آواز. و ما همیشه اینجوری بودیم دیگه، برنامه‌های بزرگ و میومدیم تو دل یه سری برنامه یه تست ریز میزدیم ببینیم چه بازتابی چه بازخوردی خواهد داشت، بعد اجرایش میکنم. شعر یاد نرم اینجوری بود، نام سامی بیگی اومد، از همینجا درود ویژه بهش برسونم. سامی بیگی یکی از رفیقای بسیار خوب من، از رفیقای سرخ من، پرسپولیسی چند آتیشه، و از همینجا بهش درود. با حضور سامی بیگی چقدر اون برنامه اتفاقا جالب شد، جذاب شد،
تمام آهنگایی که میگفتیم و سامی میخوند قشنگ، این ایگورم نداشت که من آهنگ کس دیگر رو نمیخونم، من فقط آهنگای خودم رو میخونم، نداشتش، قشنگ میخوند. بچه ها چقدر خوب، مهران آتش یادمه بود تو شرکت کرد، یه خانومه بود خیلی بلند بود، شیما فکر میکنم، آوا آوا بود، یه خانومه دیگه بود از سوئد اومده بود، شیما، ایشون بودن و خیلی بر ماشاءالله به حافظه من. آره تو قشنگ خوبی. چی میخوری؟ این قرصه اومگا 3 اینا؟ نه فسفور، ماهی، روغن ماهی، نهنگ. همیشه حفظیات هم اینا خوبه. خب خلاصه رمز تو به منم بگو، من حافظه کوتاه. امیر افشارم بود. آفرین. راست میگی. آره. خیلی برنامه جذابی شد. خیلی هم خودمونی برگزار شد. خیلی باحال بود. گفتم خب اینو اگه ما بخوایم بیایم براش یه دونه دکور بزنیم تو وسعت بزرگتر و بیشتری روش وقت بذاریم، خب یه چیز خوب در میاد از آب دیگه. کمی اتفاق هم افتاد. سیزن اولش رو با پریسا سحرخیز اجرا کردیم، رها بود کمک میکرد، چه بندی و شهرام قلامی بود، از همینجا شهرام عزیزم هم میخواست بیاد تو برنامه. آره و میشه منم بیام؟ منم بیام به چالش بکشیم. دوست داشتم باشه، شهرام خیلی دوست داشتنیه، قلب پاک، تو درون یکی، خوش انرژی. و چه کردیم ما با شهرام، میزد یه جوری میزد انگار با این پرکاشنس دشمنی داره، دعواش شده، تو تمرین ستا ستا پوست باره میکرد. بعد ما اینو گرفتیم دستون مگه زمین میذاشتیم، بچه با جنبه عالی خوب. و بله شعر یادت نره اتفاق افتاد. یه اتفاق خوبی که تو شعر یادت نره افتاد برای خود من این بود که به شوخی های من یه چارچوبی داد و این خیلی 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 برای خودم اتفاق نو جدیدی بود، خیلی پسندیدم و سعی کردم اون رو رعایت کنم حتی از پس از شعر یادت نره. تو زندگی شخصی هم سعی کردم این شوخی در چارچوب رعایت کنم. چرا؟ چون با خود بیننده روبرون بودی؟ آره دیگه، ببین اون بیننده اونجا می بود، باید یک آخه ببین میگه شوخی موقعی شوخیه که بعدش مجبور نشی برگردی یه طرف بگی بابا شوخی کردم باهات، اون دیگه شوخی نیست، تو حرفتو زدی و اون رنجیده ازت. ما باید یک جوری شوخی میکنه، برنامه طنز باشه، برنامه فان باشه، ضرب آهنگش نیفته، شوخی هم با بیننده کرده باشیم ولی نرنجه. و برای همین باید چارچوب میگرفت، تو قالب صحبتهایی که میکرد و تو قالب اتفاقی که اونجا میفتاد باید شوخی میکردیم، نمیشد بی ربط شوخی بکنی. اینو من از شعر یادت نره یاد گرفتم. و اتفاق دیگه که تو شعر یادت نره افتاد، من فکر میکنم برای نخستین بار بود که توی مارکت ایرانی فارسی زبان و تلویزیون ها یک اثر موسیقیایی پخش میشد یا اجرا میشد که نام شاعر، آهنگساز و تنظیم کنندش برده میشد. ما خیلی ضعف داریم تو این زمینه. برای نمونه داریوش عزیز اقبالی وقتی یه آهنگ میده بیرون، بچه‌ها میگن دیدی داریوش چی خونده؟ نه یا به قول داریوش دیدی چی میگه؟ نه، داریوش اجرا کرده به زیبایی، ولی این کلامو یه نفر نشسته روش وقت گذاشته، زمان گذاشته. یا اون آهنگی که داریم میشنیم انقدر جذب جونمون شده، یه ذهن خلاق نشسته ساختتش، یا تنظیمه رو یه پنجه هنرمند و طلایی نشسته نواخته اینو تنظیم کرده برامون. ما به این بها نمیدیم زیاد، بیشتر خواننده مد نظرمونه. تو شعر یادت نره برای نخستین بار این اتفاق افتاد که بیایم نام شاعر رو ببریم، نام آهنگساز و ترانه‌سرا و حالا تنظیم کننده، و بچه‌ها یه آگاهی پیدا بکنن که این آهنگ که من اینقدر دوستش دارم پس شعرشو ایشون گفته، مثلا فلان آهنگو پس ایشون ساخته. و این خیلی اتفاق جذابی بود، من خیلی دوست داشتم. احترام همیشه میگفتی. قطعاً. مثلا میگفتی کار مثلا شوبرت عزیزه. بله. مثلا کار واروژان نازنینه، همیشه یادم اینجوری هم معرفیشون میکنم. اینم باز برمیگرده به حالا خودم یه علاقه خاص و ارادت خاصی دارم مخصوصا به یه سری چهره‌های خاص. ولی یه بار من دهنم سوخت جلوی کیوان، گفتم خواننده‌های لس آنجلسی. آقا اگه بدونی چیکار کرد دیگه نشنوم بگید خواننده لس آنجلسی یعنی چی، خجالت بکشید، اینا بودن چراغ موسیقی رو نگه داشتن. و اصلا یه خطابه ای داد تو که من از شهرمنده شدم، تو خودمون راست میگه، واقعا راستم میگفت. اون موقع که ما میشستیم تو ایران تو قحطی موسیقی و آواز و ساز، این شوهای رنگارنگ که میرسید با اون فضاحت ضبط کن و بفرست و بده بیارن ایران و عمو فیلمی بیاره در خونه، مثل الان نبود که واقعا چراغ موسیقی رو روشن نگه داشتن. و از اون به بعد من یه مقدار دیگه نگاه هم عوض شد، لحنم عوض شد، و حالا خودم به یه سری خواننده ها واقعا علاقه قلبی دارم و اونا خب خیلی پررنگتر نامشون رو میبرم، خیلی هم مشخصه. اتفاقا شعر نره من دارم تازه دوباره جدیدا نگاه میکنم، چون
تاریخ نداره، مصرف نداره. هر نگاه میکنی یه مسابقه داری نگاه میکنی. یه پکیج کامل بود دیگه. رقص و شوخی و آهنگ و لایو موزیک و همه چی توش داشت. خاطره ای داری از شعر یادت نره برامون بگی؟ ببین خاطرات شعر یادت نره خیلی زیاده. نمیدونم از کجا شروع کنم، یه سریش مثلا قابل گفتن نیست. باز چیکار کردی؟ باز چیکار کردی؟ بعضی موقع یه سریای کارایی میگم من واکنش نشم، واکنش من گفتنی نیست. ببین شعر یادت نره برای من با شهرام غلامی رنگ و بوی دیگه میگیره. شهرام هم یه رفیقه به تمام معناست، حالا جلوتر میخوام راجبش صحبت بکنم بیشتر، هم آدم به شدت با جنبه ایه، هم کاره براش مهمه، نمیاد سرسری کار بکنه بره، میاد کار کنه. و وقتی به پست هم دیگه میخوریم، هر دو فوتبالیم، هر دو بگو بخندیم، هر دو تاجیم و یه اتفاقات خوبی با شهرام رقم میخوره، هر موقع شهرام عضو گروه بوده، تو بند بوده، اون برنامه برای من خیلی راحت تر، خیلی جذاب تر رفته جلو. و نبوده اصلا، ما نداشتیم که ما شهرام رو نداشته باشیم، شهرام همیشه با ما بوده، شهرام همیشه با ما بوده و برای همین شاید هیچ چیز بدی از شعر یادت نره تو ذهنم نمونده، علاوه بر حال زحمتایی که بچه‌ها می‌کشیدن. و تهیه کنندگی شعر یادت نره با پریسا ساوجی یکی از اتفاقات بسیار خوب دیگه بود که افتاد، چون پریسا تو کار نه هول میکنه نه استرس داره و هر اتفاق بدی هم که بیفته با کمال خونسردی برنامه رو وسط میبره جلو، کارو انجام میده. یه اطمینان خاطر عجیب غریب به من میداد. و سر ضبط یک سری به شعر یادت نره ها، خود مرجان خانم میومد سر برنامه حضور داشت و این اهمیتشون که میومدن از نزدیک شاهد ضبط و اجرای برنامه بودن یه قوت قلبی بود. و خیلی هم ممنونم از مدیریت که به من اعتماد کردن، اجرای این برنامه رو دادن به من، چون بودن بچه دیگه میتونستن اجرا بکنن، چه بسا با انرژی تر، چه بسا تناستر، چه بسا بهتر، اما خب این قرعه به نام من افتاد و منم سعی کردم بهترینی که از خودم سراغ دارم و تو برنامه ها بذارم. حالا اگه کم و کاستی چیزی بوده، نه جدی میگم، اگه کم و کاستی بوده بزرگی خودشون ببخشن. شکست نفسی بود واقعا، این شکست بندی بود قشنگ. الان مهران آتش تو گوش من گفت شکست بندی. به خدا تو گوش من گفت شکست بندی. دوستات اینجا ولت نمی کنن، اینجا اومدن مخلص وایسادن قشنگ. خب خیلی ها راجع به رفتنت پرسیدن، ولی من الان نمیخوام برم سراغ رفتنت، میخوام برم سراغ این که این شیطنت های تو شبکه من و تو. عکس ازت داشتم، خب برای گفتی هیچی نهیار، که یه توی گوشه اتاق خوابیده بودی، یعنی بیدارت کرده بودن، چون تو الان کاملا امید یا عوض شدیم، هممون بزرگ شدیم، فقط تو عوض نشدیم، هممون عوض شدیم، هممون خیلی سرزنده تر و شیطون تر بودی. میخوام ببینم چی شد عوض شدی و یه چند تا از این شیطونیات، از این خرابکاریات هم برامون بگی. من فیلم باز داشتم ولی خب نیاوردم، ولی بس خودش بگه. ببین دیگه 41 سالمه. امید قبلا چی بود؟ امید الان چیه؟ من از پس از اینکه از من و تو رفتم یه سری سیلی های عجیب غریبی از زندگی خوردم، یه سری اتفاقا واسم افتاد که اصلا تو مخیلم نمی گنجید این اتفاقا میتونه برای من بیفته. از من و تو که من رفتم سید، به شدت آدم تنهایی شدم، به شدت آدم تنهایی شدم و رفتم سرمایه گذاری کردم روی اپلیکیشن به نام رادیو هوی که کاری انجام بدم. یک تیم به شدت توانمند و خارق‌العاده رو تو ایران تونستم گرده هم بیارم که از همینجا به همشون درود ویژه میفرستم، ازشون ممنونم برای همکاری که کردن. یه سری برنامه تولید کردیم، خوردم به کرونا، اسپانسر نتونستم بگیرم، هر چی هم هزینه کرده بودم البته دود که نشد. یه اپ الان بستم گذاشتمش که حالا میشه هر زمانی اونو دوباره بازش کرد، کداش نوشته شده، برنامه‌ریزی شده، دیزاین شده، همه اینها. نشد، کار نکرد. رفتم یه مدت برای آمازون کار کردم، رانندگی میکردم، این بسته ها رو میبردم در خونه ها تحویل میدادم.
بعد از اون یکی از بچه‌ها گفتش که بیا من یه رستورانی دارم، بیا اینجا با هم دیگه شراکتی کار کنیم، اونو ببریم جلو. یه مدت تو رستوران کار کردم، بعد جلوی مغازه‌ش ازش گرفتم، یه حالت جوس بار زدیم، معجون و آب هویج بسته، چیزی که خودم دوست داشتم. اونجا شروع کردیم درست کردن. اتفاقا مهران آتش اومد با من، با هم بودیم با مهران. اما خب حالا اونجا نشد دوباره کارو ادامه بدیم، یه سری اتفاقات عجیب غریبی که اصلا دوست ندارم بهش اشاره بکنم. تو این روند، تو این پروسه که من دیدم تا دیروز که دوربین رو من بود و من در مناطق بودم، چقدر همه دوستم هم داشتن، چقدر همه سعی میکردن ارتباط با من بگیرن، به طریقی فاز دوستی و رفاقت بردارن. الان که این دوربین رو من است، من از خانواده من تو جدا شدم، چقدر همه دیگه نمیشناسنم، چقدر تنها شدم، چقدر همه راهشون عوض شده. و این سبب ساز این شد که یک چیزی در من عوض بشه، یک چیزی در من فرو ریخت و از نو پا گرفت. و اون چیزی که نو در اومده یه مقدار واقع بینتره، یه مقدار افتاده حالتره و یه مقدار بیشتر به امید فکر میکنه تا دوروبر امید، به محیط امید. اون موقع من دیگه میگم رو زمین بند نبودم دیگه، من سعی میکردم به اطرافیانم خیلی خوش بگذره، هر کی با منه غرق قشقش خنده باشه، هر کی با منه خاطرات خوب از من تو ذهنش باشه، به همه کمک کنم، دست همه رو بگیرم. بعد از اینکه من تو رفتم احساس کردم این کارا رو کردم، ولی خودم چی؟ چقدر خودم جا موندم، چقدر خودم عقب موندم. و یه چیزی در من دگرگون شد. حالا جلوتر بیشتر دربارش صحبت میکنم، چون به سری موضوعات دیگه ربط داره واقعا. حالا نمیدونم تو پرسشت هست یا نه، ولی نگفتی که امید قبلن چجوری بود. این شیطان، یه ذره شیطان گفتم. امید قبلن دوستاش همه غرق خنده باشن، هیچ چیزی رو جدی نمیگیره. البته الانم تا یه حدودی اونجوری هستم، ولی واقعا هیچی برای من جدی نبود. فوتبال بازی کردن وسط آفیه. آره، من توپ داشتم زیرا پا مدام، بچه ها رو به خط میکردم، کاشته میزدیم تو سطل آشغال. وای یادته؟ یعنی انگار نه اینجا آفیس داریم کار میکنم، من یادم توپ اومد. یه روز داشتم میومدم سر کار، همیشهشم رانندگی میکردم، میومدم یه سه چرخه گذاشتن بغل خیابون، سری زدم بغل سه چرخه رو، گذاشتم صندوق، اوردمش من تو. از دم میزم تا مثلا آشپزخونه میخواستم برم، میشستم روی سه چرخه پا میزدم، روی سه چرخه اون قد و هیکل روی سه چرخه مثلا انقدی، که بعدم بردیم شبکه نیم، شد پراپس شبکه نیم. از این کارا زیاد توپ داشتم. یا مثلا یه روز پلو پز خونه رو زدم زیر بغلم آوردم، بله تعریف کن، اینجا استانبولی وار گذاشتم، با بچه‌ها زدیم، یه املت درست میکردم. از این گازهای پیکنیکی داشتم، گاز پیکنیکی، نه اون گاز پیکنیکی که بچه‌ها، نه ها این نه، از این گازایی که برای کمپه، بغلش یه دونه کپسول گاز میخوره کتابی برای کمپ، اووردم سر کار. گفتم بچه امروز میخوام بهتون استیک بدم، رفتم استیک خریدم، اووردم این روشن کردم، دود بلند شد، بوی کباب، اصلا یه وضع افتضایی بود. از این کارا زیاد میکردم. یا مثلا فوتبال، یا مثلا من یه بلنگو داشتم. وای 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 وای، سر اون هنوز هست بلنگو البته. آره. بعد ساعت 6 میشد، 6 و ربع 6 و نیم که میشد، بچه‌ها می‌خواستن برن، سری تو بلنگو اعلام می‌کردم ساعت 6 و نیم عصر است، ساعت کاری به پایان رسیده، خواهش می‌کنم به منزل بازگردید. می‌دونی خب اون موقع من فکر نمی‌کردم که بابا تو داری این کارو می‌کنی، 4 نفر دور و بر روحیه‌شون عوض شه، بگن، بخندن، یه خاطره‌ای بسازی. اما از چش مدیریت به قضیه نگاه کن، چرا جواب هم میریزی؟ یا اصلا شاید یکی از همکارات غرق کارش، اصلا یادش رفته ساعت چنده، میخواد کارشو تموم کنه، منو یادش میندازم تو باید بلندش بری خونه. خب نکن مریضی مگه، بذار کارش اینو بکنن. یا توپ میخوره تو سرش کنه. آره، خلاصه کاشته میزدیم، فوتبال آقای گل بازی میکنم، آقای گل تو بازی نکنی، بچه فوتبالی ها میدونن چی میگم، آقای گل بازی میکردیم، بلنگو داشتم، از این کارهای اینجوری. ولی وقتی برگشتم دیگه دیدم خیلی خیلی حرکاتم زننده بوده، سعی کردم تکرار نکنم. ولی کلکلای سرخ آبی همچنان پاورجاست. که حالا چی شد اینقدر تو استقلالی شدی؟ ببین، من مامانم میگه بچه‌م که تازه دنیا اومدی یه پتو آبی داشتی، اینو رود نمینداختیم نمیخوابیدی، یه پتو آبی رو مینداختیم رود، میگشتی میگشتی گوشه پتو رو پیدا میکردی، گوشه تیزه رو میگرفتی تو مشت، اینجوری انقدر میمالیدی کف دست تا خوابت ببره. آخه آره، و اون اصلا از اول من رنگ آبی کلا برام آره دوست دارم،
به دلم میشینه. بعد که رفتم تاریخچه باشگاه رو خوندم، بزرگای باشگاه رو دیدم، پیشکسوتای باشگاه رو باشون آشنا شدم، بیشتر بالیدم، بیشتر جذب شدم، مثل خیلی از بچه‌های دیگه حالا علاقه دارم به و فکر می‌کنم من جزو نخستین چهره‌های تلویزیونی یا مجریای تلویزیونی بودم که رسما اومدم گفتم آقا من استقلالی‌ام. بله. با اینکه برنامه فوتبالی هم اجرا می‌کردم گفتم من استقلالی‌ام. که این تابوه بشکنه دیگه. نه ما به هر حال همه تیمام عزیزن، اما خب تیم ملی رو ما دوست. نه آقا شما بالاخره یه گرایشی داری، یه رنگی رو دوست داری دیگه، صادق باش. اگه بگی کجایی هستی و جانبداری نکنی، حقیقتو بگی، اون موقع بردی. ولی اگه رو نکنی اهل چی هستی، کدوم وری هستی، چه رنگی هستی، بعد بیای هر چی بگی که دیگه. دقیقاً یادم جز اولین کسا بودی، چون هیچ وقت حتی توی ایران هم نمیگفتن. اصلا رسم نبود. اصلا نمیگفتن که طرفش تیمی هستن. اوایلش هم چقدر شکایت کردم، فن چرا نباید بگی جانبداری فلان و بیساره، ولی بعد دیگه جا افتاد، دیگه همه راحت حرفشون رو راجبه این میزنن. خب اینم سوال این که چی شد شما تاجی شدی؟ خب من لوگو تاجم تتو دارم، تتو دارم رو قلبم، حالا میخواد در میارم اگه باورت نمیشه. آره من لوگو باشگاهمو روی قلبم تتو دارم و من همیشه توی رویاها و تخیلاتم خودمو، حالا بچه‌ها الان ممکنه بگن این چه متوهمیه، خودمو صاحب باشگاه استقلال میدونم. من تو ذهنم ساختمون باشگاه استقلال رو درست کردم، استادیوم اختصاصی رو دارم، رنگ بندیاشو انجام دادم، کادرمو چیدم، لباس اول، دوم، سوم و چهارم تیمو تو ذهنم طراحی کردم و من میدونم یک روزی یک جایی من به باشگاه استقلال، باشگاه تاج، حالا اگه بخوام نام اصلیشو بهش برگردونیم، پیوند خواهم خورد. حالا اون کیه، کجاست و چه جوریه رو نمیدونم، ولی تو ذهنم و تو خلوتم من با این تیم زندگی میکنم دیگه. تو دیدی دیگه، من تمام لباسای باشگاه رو از روز اول تا الان دارم، تمام بزرگان باشگاه رو یک جوری باهاشون کانکت شدم یا کانکشن دارم هنوز، یا پیرنشون رو امضا کردن برام فرستادن، یک جوری من وصلم به این باشگاه و تو خلوتم، تو خیالم من صاحب باشگاه استقلالم و این باشگاه رو خریدم و دارم تمام تلاشمو میکنم که به قهرمانی آسیا دوباره برسه، قهرمان باشگاه جهان بشه. تو ذهنمه دیگه، تو خیالمه، این که دیگه مجانی، این که دیگه میشه که هزینه‌ای که نداره. خیلی کار خوبی میکنی. چون میگن این رویا پردازی ها، من حالا خیلی به این چیز اعتقاد ندارم، ولی بر خود من فکر میکنم همین بوده. یه روزی ممکنه به حقیقت، اینقدرش هم به حقیقت به پیونده قشنگه ادامه بده و این خوشحالم که این نشون میده خلاصه آینده امید میخواد چیکار کنه. حالا در این بخشش مجانیه، هیچ هزینه ای نداره، ما داریم انجامش میدیم. ببینیم بقیهش چی میشه. در ایران آزاد از ما شما میبینیم صاحب باشگاه تاجی. نمیدونم، شاید هم اصلا نشه، شاید همین فرده ماشین زد به منو. این چه حرف؟ آره دیگه آدم چه میدونه، داریم حرفای قشنگ براش به سوغات میارم. اما خب تو ذهنم این جوریه. خلاصه گفتم یکم ذهنم هم بریزم رو میز بچه‌ها بدونم چه خبره. خب فکر کنم دیگه اینو همه تو مد پلاس گفتی، از تجربیاتت که رفتی روسیه، رفتی برزیل، رفتی، چیزی داری بهش اضافه بکنی؟ نه سوای اون چیزایی که گفتم، ولی یه چیزی تو برزیل من دیدم به چشمم که دوست دارم اینو به بچه‌ها بگم، به رفقامون بگم که فوتبال چه قدرتی داره و هواداری و تعصب روی یه باشگاه، یه تیم به چه معنا و مفهومیه. ما توی شهر بلوهوریزنچی بودیم، بازی ایران و آرژانتین اونجا قرار بود برگزار بشه، بازی آخرم تو شهر سالوادور با بوسنی هرزگوین بود، بازی دوممون با نیجریه تو بلوهوریزنچی بود، یه شهر بسیار زیبا که تیم اتلتیکو مینیرو رو داره و تیم کوریزیرو، این دوتا تیم رو داره. اتلتیکو مینیرو تیم فقرا و بدبخت بیچاره و کارگرا و ایناست. من به عشق رونالدینیو، بالاخره شاعر فوتباله و من این آدم رو دوست، عجیب غریب دوستش دارم، هنوزم دنبالش میکنم، کجا میره، کجا شو اجرا کرده، کجا آواز خونده، هنوز دنبالش میکنم. اون موقع برگشته بود اتلتیکو مینیرو و تو خود برزیل و اون شهر بلو هوریزنچی به مینیریو، اتلتیکو مینیریو میگن گالو. گالو یعنی خروس. یا ما خور الان کارگردان برنامه هم ادی برزیلیه، ادی یو نو وات آی ام توکینگ اباوت، گالوز. به خودشون میگن گالو. من پیرن رونالدینیو رو خریده بودم، اتلتیکو مینیرو تنم بود، میخواستیم بریم یه دونه گزارش تهیه بکنیم از فاولا.
فاولا کارخونه بازیکنسازی برزیل، کلی از بازیکنهای قدرتمند و اسطوره‌ای فوتبال برزیل فاولا آمدن، مثل ریوالدو، مثل رونالدو نازاریو، مثل مارسلو و خیلی دیگه. و حیف بود برزیل باشی و از فاولا چیزی نگی. ما مثل آدمای خیلی شیک دیگه از انگلیس اومده بودیم، یه تمدنی دیده بودیم، رفتیم پیش پلیس، گفتیم آی پلیس ایزه، ما می‌خوایم بریم فاولا گزارش تهیه کنیم، اگه میشه شما با ما بیایید که کسی ما رو نخوره. آره دیگه، چون ما رو ترسوندن تو برزیل آدم گم میشه، اعضای بدن قاچاق میکنن، هر 60 ثانیه 3 نفر مفقود میشه، اصلا یه وضعی. پلیس گفتش نه تنها من نمیام، شما هم حق ندارید برید، چون اونجا اصلا یه جای عجیب غریبیه، اصلا تو سرشماریام شاید آمارشون رو در نیارن، مخصوصا الان که دو تا کارتل با هم جنگ دارن، ما هر لحظه ممکنه وسط آتش بازی این دو تا قرار بگیریم. ایوه. پس بنابراین هیچ، من به این بلده گفتم ببین هرچی این پلیس گفت و نگیه بچه ها تو ماشینا، بیا بریم تو اصلا به رود نیار هیچی. امید آره بودم یه دقیقه تا دم فاولا بریم بیایم، همین تا دم، چون بالا هم تو کوه توی دامنه کوه هم بیشتر فاولا، که از بالا کسی اگه بخواد بیاد، پلیسی بیاد، ماموری بیاد، تسلط داشته باشن. گفت باشه، ولی گفت نریدا. گفتم بابا دم درش دیگه، آه این میره بالا، ما اینجا یه سر بزنیم ببینیم چه خبره. رسیدیم اونجا، پیاده شدیم، منم پیرن اتلتیکو مینیرو تنم بود، یه پیرمردی اون بغل نشسته بود، یه دونه کلمن گذاشته بود جلوش، دو تا سه تا آبجو گذاشته بود روش برای فروش. گفتی که فاولا همون منطقه فقیر نشه. آره. اتفاقا ویتیش هست، تیم سیوسه روی یوتیوب، پس بچه‌ها میتونن ببینن. رفتیم و پیاده شدیم، رفت باهاش صحبت کرد، گفت شما کین چین، گفت لندن اومدن، گفت اگر لندن اومدن چرا پیرن اتلتیکو مینیرو تنش، گفت هوادار تیمتون، گفت او از لندن اومده هوادار تیم ماست، گفت آره بعدم می‌خواستیم اینجا فاولا برنامه تایید کنیم، پلیس گفت نه و خطرناکه اینو، گفت پلیس بیخود کرده. یه سود زد، دو تا از این بچه دماغ و سیاهای برزیلی دویدن اومدن پاورنه، یکم باهاشون پرتغالی صحبت کرد و گفت برید. من کجا بریم؟ گفت برید هر کاری می‌خواد بکنید بکنید دیگه. گفتم جدی بریم؟ گفت آره برید. آقا ما با یه چیز نزدیک 30-40,000 پوند وسایل فیلمبرداری، دوربین و لایت و میکروفون و اینا رفتیم تو فاولا. رفتیم چه گزارشی تهیه کردیم، پا برهنه چه فوتبالی بازی کردن با این بچه برزیلیا، چقدر چسبید و اون پیرهن شد سپر بلای من. این قدرت فوتبال، یعنی اگر تعصب داری میگی من تیفوسی هم، من تیمم، هوادار تیمم، هم این تعصب و غیرت رو جاهای دیگه هم باید نشون بدی. میدونی چی میگم؟ حالا جلوتر یه متنی نوشتم راجبه، میخوام صحبت کنم با رفقامون، ولی این خاطری بود که از برزیل تو ذهنم بود. و مردمی هستن به شدت فقیر ولی سخاوتمند، دست و دلباز، شاد و خیلی کمک کنندن. حتی زبان بلد نبودن بعضی جا، ما چیزی ازشون میپرسیدیم، خودشون دست ما رو میگرفتن میگشن دنبال یه برزیلی که ببینن قیافش به زبان بلد بودن، به انگلیسی بلد بودن میخوره، کارو در میآوردن و خیلی چسبید. سفر به شدت خوبی بود، روسیه همینطور. و یه فوتبالی باشی و تو جو جام جهانی باشی بهت خوش نگذره، ولی میشه. مرسی که شیر کردی با ما. امید رفت برگشت، امید قبل از مهسا و بعد از مهسا. من دو تا مهسا دارم، یه مهسا امینی داریم که کشنش، یه مهسا همسرم هستش که باهاش ازدواج کرد. مهسا امینی. بله. به من بگو امید قبل از مهسای امینی و بعد از مهسا. دیگه الان جواب سوالتون هم داد دیگه، همه میپرسیدین مجرد ازدواج کرده و اینا، این جواب سوال شما هم داد. بله. امید قبل از مهسای امینی و بعد از مهسای امینی. ببین من زمانی که پس از اون فاصله 18 ماهی که با من و تو داشتم برگشتم، با لطف مدیریت و شخص کیوان عباسی، واقعا اومده بودم که یه سری کارهای عجیب غریب انجام بدیم. اومده بودم که یه تاک شو، یه لیت نایت شو درست بکنیم، اگه شعر یادت نره هستش یه اجرای دیگه کلن توش نشون بدم، زیر و رو کنم خودمو و یه بعد دیگه از امید رو به تصویر بکشم. ولی وقتی اومدیم تا خواستیم پیش درآمد کارا، اتفاقا اون شب که ساره مهمون ما بود، ما یه پایلوت نشون دادیم از اون برنامه لیت نایت شو که می‌خواستیم درست بودشیم روش کار می‌کردیم. خیزش زن زندگی آزادی شد، مهسا رو کشتن، مردم ریختن تو خیابون، همه چی دگرگون شد. و ببین از این اتفاقا زیاد تو مملکت ما افتاده، با شوربختی زیاد از همون کشتن، زیاد به همون ظلم کردن، ولی این اتفاق یه حال و هوای عجیبی داشت. من فکر میکنم این اتفاق خیزش زن زندگی آزادی تاجگذاری دهه 80 و 90 بود. اومدن به جای اینکه اون نسل قبلتر الگو بشن واسه این بچه و جوونا،
اینا الگو شدن واسه همه نسل ها و طبیعتا در ما هم یه چیزی دگرگون شد، در ما هم یه چیزی فرو ریخت، از نو پا گرفت. و اون جایی که من دیدم سمت گلوله میدونن بچه ها، یه تصویری بودش که من هیچ جا ندیده بودم، سراغشو نداشتم، به ویژه تو ایرانی ها که انقدر ما محافظه کار هستیم و به فکر خودمون هستیم و به فکر منافع شخصی هستیم. یا اون خانومی که زانو زد رو زمین، دستشو باز کرد گفت بزن، یه چیزی در من عوض شد. یا بچه هایی که میدویدن به سمت گلوله انقدر فداکارانه، انقدر هنوز لازم نشده ولی دم شما گرم، بله دیدم اومد توش. آره انقدر فداکارانه، انقدر جان برکف، انقدر جانبازی میکردن، یه چیزی در من، تو هم همینطور بودی، هممون همینطور بودیم. و من همیشه فکر میکردم اون موقع که از من و تو جدا شده بودم، فکر میکردم در من و تو دیگه سقفش برای من همین بوده دیگه، این همه سال شعر یادت نره، این همه سال بفرمایید شام، دیگه از این امیدتر قرار نیست اتفاقی برام بیفته و بشم. ولی با امید ای ام یه بعد دیگه از خودم به من نشون داده شد و یک جایی از خودم رو لمس کردم و دیدم که اصلا سراغش نداشتم، اصلا نمیدونستم یه همچین چیزی هست. و میگم این جانبازی ها، این شجاعت، این ایثار بچه ها و این ارتباط زنده تلفنی که هر شب تو این برنامه داشتیم با بغض مردم، با خشم مردم، چکشکاری کرد منو، عوضم کرد، یه فرم دیگه ای به هم داد، یه سری باورها رو در من جابجا کرد. و امیدوارم بشه در آینده این اتفاقی که در من افتاده، این باورهایی که پیدا کردم، این چیزهایی که در من پا گرفته به تازگی رو به یک شکلی، به یک نحوی، به یک گونه‌ای به خدمت بگیرم برای اون هدف اصلی که هممون داریم، آزادی میهن، سعادت هم میهن. روی کردت چقدر در دوران مهسا تغییر کرد از اول تا به آخر؟ به چی؟ روی کردم به چی؟ اتفاقایی که تو ایران میافتاد. خب ببین، ایران همیشه آبستن هم حادثه است هم فاجعه. ایران آبستن رویدادهای خوب و دلچسب، در معرض خطر بزرگی هم هست. خشکسالی، بایر شدن زمین هامون، بیابی، بدی آب و هوا، غیر مسکونی بودن بعضی از شهرامون در آینده نه چندان دور. از طرفی هم میتونه آبستن بسیار اتفاقات و رویدادهای خوبی باشه. یه چیزی که خیلی منو اذیت کرد و هنوزم داره آزارم میده اینه که ما مردم ایران چرا نمیتونیم به جمع‌بندی با هم دیگه برسیم. ما میدونیم دشمن کیه، میدونیم خرابی کار از کجاست، میدونیم درد چیه، درمان هم میدونیم چیه، چرا براش کاری نمیکنیم؟ من اگه بدونم از این ور میز، اگه خودمو برسونم اون ور میز، یک لیوان آبی هست که تشنگی منو رفع میکنه، چرا اینجا نشستم میگم یکی بیاد این لیوان آبو بده دست من؟ پاشو ورش دار، پا داری، دست داری، بنیه داری، توان داری، پاشو خودت ورش دار. چرا هی نشستم میگم یکی لیوان آب بده؟ وای چقدر تشنمه، خب پاشو آب بخور. اینو من نمیفهممش. ببین، یکی از رفقا زنگ زد گفتش که نرید ما رو دشمن شادمون نکنید. من اصلا این اسقر ترقه کوره در رفتم که بابا ما زمانی دشمن شاد شدیم که دختر آبی خودسوزی کرد، هفته بعد ورزشگاه رو پر کردیم. چرا دهن وزیر ورزش رو پاره نکردیم؟ چرا رئیس فدراسیون رو به سلابه نکشیدیم؟ چرا باز توی بازیاشون حضور پیدا کردیم؟ توی یادم نیست، حالا بیا جلوتر میگم درباره صحبت میکنم. دخترمونو جلو چشمون با کتک میکنن توی اون ون کذایی کثافت، درو میبندن و میرن. تو دیگه از اون لحظه بعد نمیدونی چه بلایی سر این دختر قراره بیاد. آیا قراره دوباره این دختر ببینی؟ آیا اگه ببینیش همون دختری که بردنش؟ میدونی؟ بعد موبایل در میاریم فیلم میگیریم. سالمه، یک چیزی که در من یک جایی فرو ریخت، آخرین شبی که من ایران بودم، همون 12 بهمن 77 که مهرآباد داشتم میومدم، توی پارکینگ فرودگاه بین دو تا راننده دعوا شد، سر مسافر بود، حالا نمیدونم سر چی بود. تا اینا صداشون رفت بالا، مردم ریختن سوا کردن، اینو ماچ کردن، اونو ماچ کردن، یه مسافر در زیپ ساکشو باز کرد، شیرینی در آورد، قشنگ یادم شیرینی آردن خودچی بود، شیرینی خودچی، به این داد آقا دهنتو شیرین کن زشت خانواده وایس داده.
تموم شد قضیه. من از ایران اومدم بیرون. کات، فیلم اومد بیرون. وسط چهارراه دعوا شده. یارو قمه درآورده، دو سه نفر رو زده، دو سه نفر دیگر هم داره میزنه. مردم با موبایل خیلی ریلکس دارن فیلم برداری میکنن و اصلا براشون مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. این دوتا روی کرد به یک اتفاق در جامعه در درازای یک دهه، در درازای 15 سال منو زیر و رو کرد که ما همون مردمیم. بعد دیدم نه، کیوان حرف خوبی زد اون شب که داشت مستندش پخش می‌شد، تو گفته بود در جستجوی یک رویا، گفت مردم برای ما فیلم میفرستادن از شادیاشون، از سفره‌هاشون، از بزماشون، از دورهمیاشون، شب یلداشون، عیدشون، و رفته رفته ما دیدیم سفره‌ها خالی‌تر شد، مردم ندارتر شدن و همین اتفاق تو روح و روانشون هم ما دیدیم. روز به روز عصبی‌تر شدن، پرخاشگرتر شدن، گوشه‌گیرتر شدن، منزوی‌تر شدن، فقط به فکر خودم باشم شدن. و اینا مرگ یک جامعه است. اینا انحطاط فرهنگی از همینجا اتفاق میفته که تو بخزی تو لونه خودت و بگی گور بابای همه، بذار من زندگیمو بکنم. این چیزی که من فکر می‌کنم خود حکومت میخواد. اصلا اینو میخواد. اصلا همینو میخواد واقعا. و ای کاش ما ندیم بهشون چیزی که میخوادو. اجازه بده من شماره‌های برنامه رو اعلام بکنم. شماره‌ای که میتونید تماس بگیرید و با امید صحبت بکنید، اگر سوالی دارید، پیامی دارید، 2044 1476 500 209. یه بار آرومتر هم بخون برای رفقامون که فقط ما رو میشنون. ببخشید من در جای بزرگ نفهم. 2044 1476 500 209. دم شما گرم، منتظر تماسای شما هستیم. و من پیش از اینکه تماسا رو بگیریم یک چیزی دوست داشتم بگم و اون اینه که ما هوادارهای فوتبال، ما فوتبالیا، اگر میگیم روی تیم غیرت داریم، اگر میگیم تیفوسیم، اگر میگیم هفت موتوره ایم، اینو باید همه جا نشون بدیم. من تاجیم، استقلالیم، تیفوسیم هستم، بهترین دوستاییم که دارم حالا عمدتاً سرخن، سایبگی قرمزه، علی آقا کریمی قرمزه، تو خودت قرمزی، امیرعلی قرمزه، خیلی علی پیرهادی قرمزه، رفیقای سرخ زیاد دارم، آزاده بهرام عزیز و دوست داشتنیم، پرسپولیسی قرمزه، ما زیادیم، کسرا قیاسی، کسرا من خودم یه دونه بسته کسرا قیاسی، کسرا احمدی، کسرا قیاسی، تینا تاجی، تینا تاجی، آره تاجی ها چون یه سری آدمای خواستن شمارشون کمه، الیتیم ما. اینو میخواستم بگم، همتون میدونید جلوی من راجب تاج و ناصرخان و استقلال نباید بله هیچ کی جرأت گفت. حالا علی آقا کریمی که جای خودش داره، اسطوره ماست، ایشون صاحب اختیار هستن، اما خب بقیه بچه‌ها برخورد میکنم، وارد کلکل میشم، بحث میکنم. چطور من میتونم به خودم بگم آدم غیرتمند که روی یک تیم، روی یک بازی غیرت داشته باشم ولی رو ناموس شهرم غیرت نداشته باشم؟ این چه هواداریه؟ این چه هواداریه که من رنگ پیرهن رو فقط دارم هواداری میکنم، لوگوی باشگاه رو هواداری میکنم، ولی اون دختری که مثل من هوادار این تیمه، مثل من عاشق این تیمه، مثل من عاشق این لوگوه، به خاطر ورود به ورزشگاه خودسوزی میکنه، من به هیچ جام حسابش نمیکنم، هفته بعد میرم ورزشگاه رو پر میکنم. من میخوام بگم بچه ها، اگر ما اسم غیرتمند رو خودمون میذاریم، اگر اسم هوادار رو خودمون میذاریم، اگر اسم متعصب رو خودمون میذاریم، این تعصب و غیرت رو همه چی باید داشته باشیم. تو نمیتونی گزینشی غیرتمند و متعصب باشی یه جایی به هیچ جات نباشه. وقتی دختر شهر منو میکنن توی ونگشت ارشاد، میبرن هزار بلا سرش بیارن، اونجا من اگه غیرتم نجوشه دیگه غیرت رو تیم داشتن فایده نداره. دوست دارم به هوادارهای فوتبال بگم، به هوادارهای باشگاه استقلال، به باشگاه پرسپولیس، که ما مکمل هم دیگه هستیم. پرسپولیس بدون استقلال هیچ معنی نداره، استقلال بدون پرسپولیس هیچ معنی نداره. ما دوتا برای اینکه معنا پیدا کنیم نیاز داریم به هم دیگه، باید باشیم، موتور محرک هم دیگه هستیم. و این غیرت، این هوادایی رو دلم میخواد ازشون خواهش بکنم روی هم میهنشون هم داشته باشن، روی شهروندا داشته باشن، روی نسل جوان، روی دخترامون داشته باشن. بازیکن‌ها داری میگی؟ چرا بازیکن؟ نه 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 نه، من فقط روی سخنم با هوادارهای فوتبال. بازیکن‌های فوتبال یه قراردادی می‌بندن، یه دوره میخوان بازی کنن، اون دوره عمر فوتبالشون رو کم یا زیاد باید یه پولی در بیارن، ممکنه تن به هر کاری بدن، امروز ممکنه پیرن باشگاه من رو بپوشن، فردا پیرن باشگاه تو رو بپوشن، و بازیکن ها میان و میرن، این باشگاه و هوادار باشگاهی که میمونن. برای من روی سخنم با بازیکن، با هواداراست، با بازیکن ها نیستش. ببین ما تاجیا اگر میگیم اسطورمون ناصرخان حجازیه،
ای کاش تو قد و قواره اسطورمون حداقل یه کارایی رو انجام بدیم. ناصر حجازی برای اینکه عکس خمینی رو نگیره دستش وارد زمین نشه کاری باهاش کردن رفت بنگلادش. ما تو قد و قواره ناصرخان هستیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم، وجود انجام این کارا رو داریم، یا اینکه نه فقط تو لفظ و دهنیم. اگه غیرت داریم، اگه متعصبیم روی تیممون، روی لوگومون، روی اسطوره‌هامون و روی شهروندا و خانوم‌ها و هم‌میهنامون غیرت نداشته باشیم، این معنا نداره. اون هواداری وقتی قشنگه که تو همیشه هوادار باشی، هوادار زن باشی، هوادار زندگی باشی، هوادار آزادی باشی. خواستم اینو بگم به رفقام. خوب کردی. تلفن بگیریم. خواهش می‌کنم، من در خدمتم. خانم نیکا شاه کرمی رو داریم از بوشهر. به به. خانم نیکا روی خط هستیم. سلام، درود بر شما. سلام عرض میکنم به شما خانم سالومه عزیز و آقا امید. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشیم و حالتون مثل همیشه عالی باشه. سپاسگزارم خانم. شما هم همینطور. بفرمایید نیکا جان، میشنویم صداتون. بله، خواستم آرزوی موفقیت کنم برای شما خانم سالومه و آقا امید و تمام کسایی که برای مرتو زحمت کشیدن، و خواستم آرزو سلامت کنم برای تریسی. آخه همیشه خوابالو. آخه مرسی، لطف داری. گذاشتمش بیرون و باورت میشه الان یادم افتاد. مرسی از شما. آقا امید، خواستم از شما به خاطر بفرمایید شمایی که ما تا ساعت 11 شب اینا میدیدیم و با دعوای بابامون میرفتیم میخوابیدیم برای امتحانا تشکر کنم. مخلص. چند سالته نیکا جان؟ 18. عالی. خیلی ممنونم که برنامه رو دیدید، پسندیدید. اون همش بزلگویی های طغرل بوده و یه تیم گردن کلوف پشتش زحمت کشه تا بخواد این برنامه پخش بشه، شما بتونید تماشا بکنید. منم به نوبه خودم از همه بچه‌ها ممنونم. یه چیز دیگه می‌خواستم، خیلی کلامتون می‌خواستم یه چیز دیگه هم بگم. اگر الان شما وقتتون تموم شه، من ما چطوری صبح و ظهر و عصر و شبمون رو بگذرونیم؟ واقعا من با اون بازنقشاتون رو 350 بار می‌بینم. آخه درود ویژه پدر برسون، بگو فعلا پدر همین بازپخش رو ادامه بده تا به فصلش ببینیم چیکار می‌کنیم. خیلی ممنون از شما، لطف کردید. ما شما میتونید رو شبکه‌های رو... اجتماعی دنبال آره، کنید. آره اونجا میتونید تو... اینم بچه‌ها این کیو آر کد رو اگر اسکن کنید با دوربین موبایلتون بلد. یه لینک اون پایین میده. آره میتونید قطعش کنید که براش هزینه نیفته تلویزیون گوش بده. قربونت برم نیکای عزیزم، ممنونم ازت از اسم قشنگی که هدایت میکنه به صفحه اینستاگراممون و اونجا حالا یه سری پویایی‌ها رو خواهیم داشت، در خدمتتون خواهیم بود که این دلتنگی خفمون نکنه. یه ارتباطی فعلا داشته باشیم ببینیم چی میشه. اهورا رو داریم از نیشابور. اهورا سلام، درود بر شما. از شهر عطار. بله سلام اهورا جان، درود بر تو. شبت آروم رفیق. سلام، خوبی شما؟ مخلص. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. بفرمایید. میخواستم بگم من با من و تو عاشق شدم، ازدواج کردم، بچه دار شدم. از اینی که الان میخوام از شما جدا شیم، واقعا یعنی من که ناراحتم. هم خودم هم 4 تا بچه دارم. من 4 تایمون یعنی 6 نفری ما 6 نفریمون واقعا ناراحت. اهورا یه تنه به پروژه فرزند آوری کمک کردی یا؟ خب من یکی از بچه‌هام که بچه سومم بود دوقلو شد حالا. به به. دارایمون از دنیا همین بچه‌ها. به به. بمونن برات رفیق. ان شاء الله که این مملکت آزاد میشه دست این آقایون. نه ببین خودش که نمیشه اهورا، ما باید یه کاری بکنیم. دقیقاً. خب مردم یه خورده دیگه حالا یه خورده. مردم منم، مردم توی. خب من که تلاشمو دارم میکنم. دم شما گرم. شغلتون چیه اهورا جان؟ بچه‌هامو روشن. من شغلم دکوراسیون داخل ساختمونه. به به، از رفقای خوش ذوق و خلاقمونه. سلامت باشین. زنده باشی اهورا جان. سلامت باشین. امری ندارید. دورت بگردم. ممنون از تماست. درود ویژه به خانواده برسون. من خودمم دنبال میکنین اهورا جان. بله من امروز اتفاقا از شبکه مراتب کلا گذاشتم رو ضبط. آخه ولی شبکه‌های مجازی مون حتما دنبال کنید. آره. اینستاگرام و یوتیوب مون اینا رو دنبال کنید. بله. ممنون. مرسی که تماس گرفتین اهورا جان. قربان شما، شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب آقای بریم شیراز. استان فارس. دیگه دستم راه افتاد، یاد گرفتم. آقای عباس از شیراز روی خط هستیم، بفرمایید. عباس آقا مخلص.
سلام عزیزم امید جان، خوبی؟ به روی ماهت رفیق، دورت بگردم، شکر. عزیز دلمی، سلام سالم خانم. سلام به شما، مرسی، ممنون، بفرمایید. زنده باشی. باور نمی‌کنید که چه هیجانی دارم و چقدر خوشحالم که با شما صحبت میکنم. خیلی تاکید کردن کوتاه باشه. دیگه نه اینقدر کوتاه. قد شد اصلا. آره میپره بعضی موقع سید. اصلا به خودت به دلت بد رو نده، برو تماس بعدی تا به تماس وصل شی. آقای گوهر عشقی از تهران. روی خط هستین، بفرمایید. سلام آقای گوهر عشقی. سلام عرض کردم. عرض ادب، درود و سپاس. مرسی، ممنون، بفرمایید. چقدر خوشبختم که در آخرین شب من و تو افتخار اینو داشتم که با شما گلای عشقمون صحبت کنم. مخلص. سالی جان، دختر گل، پر انرژی، پر نیرو، همش باعث تقویت روحیت یک ملت شدی تو یه دختر. مرسی. و چقدر ممنونم ازت که مرسی. امشب یه مهمون خیلی عزیز رو دعوت کردی، یه مهمون خاص رو دعوت کردی و ما بتونیم عشق و صفا و محبت و مودت رو از این پسر یاد بگیریم. مخلصم. و آقای خلیلی عزیزمون، و ای کاش ما ایشون رو زودتر از اینا در این صحنه می‌دیدیم و بتونم سپاسگزاری کنم از ایشون. خیلی مخلصم. من سه تا مطلب دارم جار. خیلی کوتاه فدات شم. امید من، عشق منی تو، حرف نداری. از حضور سه تا مطلب دارم. یکی این که تشکر کنم از کل این سالیان، این یک خیلی مختصر بگم، نمیخوام پر حرفی کنم. و یه مطلب کلیدی داشتم روی صحبتم با کیوان عزیزمونه. بله. عشق بزرگمون که ای کاش ما در این 14 سال ایشون زودتر زیارت میکردیم و مستفیض میشدیم از وجود یک همچین انسان والا و فرهیخته‌ای. و چه بد که ما در این 3 روز 4 روز آخر با چهره ایشون برخورد کردیم. و سپاس میخوام بگم هم از مرجان خانم، هم کیوان جان عزیزمون. و یه خواهشی داشتم، میدونم آقا کیوان الان حرفای منو میشنون، صحبتای منو بارها خواستم توی بله کامنت گذاشتم، موفق نشدم. بله مطمئنم. کیوان جان عزیز، یه پیشنهاد دارم راجع به تداوم من و تو. در کامنت هم گذاشتم، شاید دیده باشین ولی پاسخی نگرفتم. تمام بچه های من و تو، تمام سلیبریتی های ما مثل سهرجون، گوگوش، همه ما که میشناسیم، نمیخوام دیگه به دونه دونه نام ببرم، خود بچه های من و تو میتونن دور هم جمع بشن، من و تو رو تبدیل بکنن به یه شرکت سهامی، سهم بذارن، همه 20 میلیون 80 میلیون سهم تقسیم کنین، هر کسی به وسع خودش 5 سهم، 2 سهم، 1000 سهم، 500 سهم خریداری بکنه. وقتی این مردمی که در خارج از کشور ما هستن که حدود 8-9 میلیون نفر ما بیرون از کشور داریم مشارکت میکنن، بدونید مسلماً از داخل کشورم راههایی هست همینطور که ما بتونیم دور بزنیم و سرمایه گذاری بکنیم در کشور خارجی. پس میتونیم ما مردم ایران هم سهام شرکت مناطور رو خریداری میکنیم، در سود و زیان شریک میشیم. چه اینجا سود ببرید برای مردم ما مهم نیست، مال شبکه است. اگر هم زیان ببینه مثل این چند سالی که رو سودی نداشته، زیان هم به جون میخریم. ما داریم جونمون رو میدیم، بچه های ما دارن چشمشون رو میدن، بچه های ما تو زندان مثل توماج دارن عمرشون رو میدن، فاطمه سپهری، همه اینا از جون مایه گذاشتن. مردم ایران هم میتونن از جون مایه بذارن. پس ما سهام رو میخریم، اصلا به فکر سود و زیان و ضرر نیستیم. من فقط حرفم اینه، اگر شما امری دارید من در خدمتم. امید، دم شما گرم رفیق، خیلی سپاسگزارم از تماستون و این همه صحبتهای پرمهر. ایده بسیار جذاب و دوست داشتنی بود، قطعا مدیریت بهش فکر کرده و ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. خیلی قشنگه که دوستان انقدر دغدغه دارن که میشینن فکر میکنن، راه حل میدن، زنگ میزنن. واقعا دمتون گرم. ما اینو ما دقیقاً اینو برای آزادی میهنمون میخوایم. ما دقیقاً اینو، اینی که همه دست به دست هم بدن، همه هم فکری بکنن، همه اختلافاتو بذارن. که ببین الان میونه بچه‌ای که زنگ میزنن راجع منو تو صحبت میکنن، قطعاً کسایی هستن که سری برنامه منو تو دوست ندارن. یه سری برنامه رو خیلی دوست دارن. درست. اختلاف نظر بینشون هست، اما همه واسه منو تو
نگرانن و دارن تلاش میکنن. ای کاش این رویکرد در میهنمون داشتیم. اختلاف نظر با هم زیاد داریم، تفاوت نظر زیاد، باورهای گوناگونی داریم، ولی ایرانه برامون مهمه. ایران داره از دست میره. درست درست. بریم سراغ آقای منصور از نیدرلند. به به آمستردام هلند. از هلند آقای منصور روی خط هستین، درود بر شما. سلام عرض کردم. بریم ماهد آقا منصور، شبتون آروم. آقا امید عشقی، مخلصتا در خدمتیم. من 14 سال برم صدا میشتم. صدا چه تحملی داری منصور؟ آره چه حوصله‌ای داری؟ آره 65 سالمه. به به عزیز دلمونی منصور خان. بچه نیستم عزیز دلم. من با مادرم پلیس ایران منو گرفته میگه این کیه؟ من چی بهش بگم؟ شما مادر بودین پلیس گرفته میگه کیه؟ مادرم منو داداش منو بسیجی کشته، به قتل رسونده، بعد ما رفتیم دادگاه، دادگاه میگه که شما زود اومدین، من برگشتم جایی که باید میرفتم میشستم تا یک ساعت دیگه برگردم. پلیس اومده میگه تو این کیه؟ به مادرم میگه این کیه؟ من چی بهش بگم؟ میگفتی منصور جی، میگفتی ما که بهش میگیم مادر شما هرچی دوست داری صداش کن. نه یعنی چی کیه؟ نه نه نه، من برعکس گفتم، من خیلی برعکس گفتم. تو پلیس مملکتی؟ پلیس این مملکت بگه نیستی؟ هستی یا نیستی؟ اگه هستی جواب منو بده. تو هستم. بگم خب یعنی تو نمیدونی من با اینشون چه رابطی دارم؟ سال 60 تا سال 60. آه سال 60. آره. اون موقع سرحالتر بودی احتمالاً، بهت میخورده که مثلا 100 در 100 معلومه که الانش هم سرحالم. قربونت برم. نه منظورم اینه که سال 60 مثلا، ببین منظورم اینه که یه مملکت نمیدونه من با ایشون چه رابطی دارم. بعد میگه این کیه؟ گفتم تو میگی من پلیس میکردم. گفتم خیلی خوب باشه، پلیس من میگه بفهم که من با ایشون چه رابطی دارم. اصلا به پلیس من نه اینجا هستن. صدای ما رو داری؟ نه دیگه وقت صداشون نمیاد اونجا میمونه، یه مدت میمونه بعد میپره. آره تو برو تماس بعدی که برنامه از ریتم نیفته دوباره ایشون میتونن تماس بگیرن. سراغ امید از تهران. به به آقا امید مخلص. آقای امید روی خط. آقا امید سلام، بریم ما خوبه دورت بگردم در خدمت. سلام به شما. من بچه پیکان شهرم، تهران، شهرکیه که زمان شاه آقای خیامی خدا بیامرز ساخت واسه کارگره ایران خود رو. آره آقا امید، من یه سوالی از مردم ایران داشتم میخوام بدونم. باشه اینجوری میشه، بعضی موقع اینجوری میشه. الان امید نیستی؟ رفت پرید؟ آره نیست. پس برو بعدی، برو بعدی دوباره تماس میگیرم. با یه پوزش اساسی که میخواییم از دوستان میریم سراغ تماس بعدی. یه عزیز روی خط هستن، نگفتن از کجان. سلام بفرمایید، روی خط هستید. درود بر شما سالومه عزیز. درود بر شما و آقا امید عزیز. درود خانم. خیلی خوشحالم که شب باهاتون صحبت میکنم. من ماریا هستم در کنار نادر عزیز، نادر نوری کهن. به به نادر دوست داشتنی، مهمان این برنامه بوده نادر. آخه بله، ما چقدر خوش شانسیم شما زنگ زدین خانم. درود ویژه به نادر عزیزمون برسونید. ممنون، محبت دارید. متاسفانه به بزرگواری دولت جمهوری اسلامی ایران و خاطرات تلخ و روزگار سختی که برای نادر و امثال نادر ساختند، نادر یه مقدار کسالت داشت و امشب از من خواست که جاش صحبت کنم با شما. امیدوارم رفع کسالت بشه، بهبودی حاصل بشه و نادر عزیزمون رو سر حال ببینیم. و خیلی متاسفم اینجوری شده، ولی سپاسگزارم از مهر نادر و همچنین زحمتی که شما متقبل شدین، یک دنیا ارزش داره. سپاسگزارم. قربان شما، خواهش میکنم. من یه سلام خیلی مخصوص میخوام بفرستم برای آقای عباسی و همسر عزیزشون. میدونم که این پایان من و تو نیست،
و نخواهد بود. هرچند که لازمه بگم شما رسالتتون رو به درستی انجام دادید، تک تک بچه ها. من اینو پارسال که حضوراً همراه با نادر عزیز کنار شما بودم، من اینو به چشمام دیدم، زحمات تک تک شما، اون دلواپسی ها، نگرانی ها، اشک توی چشم و خیلی خیلی چیزهای دیگه‌ای که من به عنوان یک بیننده تا قبل از اینکه حضور پیدا کنم تو اون استودیوی منو هیچ وقت نمیدونستم پشت اون دوربین چه خبره و واقعا دیدم و آشنا شدم. بهتون تبریک میگم، به تک تکتون، چون شماها به درستی رسالتتون رو انجام دادید و اون رسالت هیچ چیزی جز آگاهی رساندن نبوده. لازم بهتون بگم که نادر عزیزم اولین مصاحبهشو زمانی که یونان بود انجام داد و هیچ وقت فراموش نمی کنم که خانم مدیای عزیز اومدن یونان و با نادر مصاحبه کردن. خیلی روزهای سخت و تلخی بود. چرا؟ چون نادر بعد از مصاحبه هایی که انجام دادن، تازه مردم، اولین رسانه من و تو، مردم تازه متوجه شدن اعتراف اجباری یعنی چی؟ توی زندان‌های ایران داره چه اتفاقاتی میفته؟ میدونستن، کم و بیش میدونستن، ولی بعد از این مصاحبه ها تازه مردم یه مقدار اون شجاعت رو به دست آوردن. تازه فهمیدن، من خودم رو میگم، من تازه فهمیدم که من حقوق اولیه یک انسان رو نداشتم توی کشورم و چقدر ظلم بود، چقدر ظلم بود. از این همه سال ما رو آگاه کردید، واقعا قدردان تک تکتون هستیم. ما خارج از ایران زندگی میکنیم، اما خیلی همون بگم که بابا شما که بیرون از ایرانی نیست، اما شما فکر کنم خیلی خوب بفهمید طرف من، چون صداتون قطع و وصل میشه ماریا جان. آره ماریا جان، صداتون قطع و وصل میشه. اگر بتونیم دوباره شماره گیری کنیم خیلی عالی میشه. مفهوم نبود چه دارید میگید، اما خب کلیت صحبت ها رو گرفتیم. ما هم به نوبه خودمون خیلی سپاسگزاریم که در اون روزهای بحرانی و تلخ که ازش یاد بردی خودت، ما رو امین دونستید، ما رو تو خلوتتون راه دادید با دوربینمون و تونستیم این حقیقت رو به گوش مردم برسونیم که اعترافات اجباری گرفته میشه، اعترافات ساختگی از همیهنامون میگیرن و نادر نوریکان یکی از اون مثال هایی بود که باید زده میشد. خیلی متشکرم، لطف کردید امشب زنگ زدید رو خط اومدیم، محبت کردید. بود که نادر من تهش بچه ها به این وقت میدن در درازه 3 دقیقه یه سری. بله حتما، دستتون درد نکنه، هنوز مونده دنبال. نگران نباش، نگران نباش، میریم. تهران خانم مهسا روی خط هستید. کی تهران خانم مهسا؟ سلام. سلام به شما، شبتون آروم مهسا خانم. روی خطید. شب شما هم بخیر، ممنون از شبتون. شبتون آروم. و این که سالما جون، امید جون، واقعا تو هر برنامه‌ای که بودین به اون برنامه اعتبار دادین، هرچند که خود من و تو واقعا اعتبار ایران بوده، ولی من به شخص هر برنامه‌ای با صدای سالومه یا با صدای امید میشنیدم، برام این بود که یه اعتبار بیشتری داره اون برنامه. یه گندی قرار تو برنامه زده بشه، مثلا اگه صدای امید میومد. نه واقعا، نه خیلی جدی دارم میگم، واقعا با خلوص نیت دارم میگم. شما لطف دارید، قربونتون برم. تو این روزا که حال مردم بده، من خودم به شخصه و همه آدمایی که دور و بر من، هر نمیدونم، هر اتفاقی که میشه ما فقط بغض تو گلومونه و این چند روزه من و همسرم دوتای جلوی تلویزیون فقط با برنامه شما گریه کردیم. اینو بهتون بگم، یه حال بد، نمیخوام که چیز بدی بگم و به اندازه کافی به همون اضافه کرد. چرا اینجوری میشه؟ از انرژی خودم استفاده کردم. نه ولی اصلا افتاد، یه افتاد. آره اینجوری میشه دیگه. خاکستری اومد، خاکستری یعنی چی؟ اون یعنی اصلا سمتش نرو، خطرناک. اون قشر خاکستری زنگ زد. خب میریم میس ایران از کانادا. به به، خانم ایران از کانادا روی خط هستید. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی، ممنون شما همچنین. میدونم که امروز روز آقای امیده، حالا غیر از این که خانم شبش رسیده به ما، روزشو بچه با هم برگزار کردن، شب شب امید شده. آره اینجا چون روزه، اونجا روزه. بله بله. و اینکه حالا جدا از اینکه شما دوتا هر دو بی نظیرین، آقای امید که اصلا از اون طغروره بفرمایید شام دیگه اصلا از قلب و روح ما رفت تا دیگه معلوم نیست. همون قلب و روح نگهش دارید عالی میشه. من زیاده میگم معلوم نیست که ای ها. ولی میخوام اینو بهتون بگم که من تو این یه هفته که شما برنامه خداحافظی بی نظیرتون رو گذاشتین، میخوام بهتون بگم که من میدونستم که همتون یه تعداد جوان نابغه وطن پرست هستین، ولی واقعا دیگه نمیدونستم تا این حد. یعنی صدای منو دارین؟ بله خانم، داریم گوش میکنیم. ببینید یه حکایتی هست که میگه یکی رفت عریضه نویس شرحالشو بنویسه، وقتی که شرحال زندگیشو گفت خودش شروع کرد گریه کردن. گفت چرا حال داری گریه میکنی؟ گفت برای که من میدونستم من بدبختم، نمیدونستم اینقدر بدبختم. حالا تو این یه هفته من میدونستم که شماها ان نابغه و وطن پرستین، ولی دیگه نمیدونستم تا این حد. و واقعا باعث افتخاریم و چقدر جای افسوس داره که نیستین، در ایران نیستین که بتونین واقعا پرچم ایران رو بالا نگه دارین، با این همه نبوغی که دارین، در همه زمینه هایی که درش هستین، با این عشقی که به وطن دارین. و من 11 ساله بودم که 57 اتفاق افتاد و پدر من شغل دومشون روزنامه نگاری بود. میخواستم یعنی منظورم اینه که در یه خانواده بسیار دانا لحاظ امور اجتماعی بودم و به همین علت خودم علاقه‌مند بودم به از بچگی به مطالعه و همه چی. ولی مستندهای شما و برنامه‌های شما، منی که 11 سال خودم پیش از 57 زندگی کردم، طوری تاریخ معاصر رو به من نشون داد و هرچی هم بچه‌هام نمی‌بینن برای بچه‌هام تعریف می‌کنم، میگم این مستند درباره اینه، بیاین نگاه کنیم. به زور می‌کشونمشون، بچه‌هام بزرگه. و میخوام بهتون بگم که اصلا شگفت انگیز تاریخ رو طوری به من سن بالایی که خودم اون زمان نفهمیدم چیزهایی رو نشون دادی که اصلا یعنی من الان چشمم باز شده، من الان میفهمم چی رو از دست دادیم، من الان میفهمم. با اینکه میگم پدرم روزنامه نگار بودن پیش از 57، تازه میفهمم یعنی چی، یعنی تاریخ ما در ایران یعنی چی. لطف کردین، مرسی واقعا. من ایران زیاد میرم و میام، زیاد نمیتونم. اگر دستم باز بود خیلی چیزا میگفتم، اگر دستم باز بود میامدم از اون زمان ها میامدم مجره ایران. خانم زیاد میرید و میایید به چه منظور زیاد میرید و میایید؟ کار و بیزینس و شغلی دارید یا برای تفریح میرید؟ بله ما سال هاست اومدیم و کانادا، یعنی مهاجرت کردیم در اصل، ولی بچه ها موندن. من همچنان میرم و میام و شاغل هستم و بله یه زندگی اونجا داریم، زندگی اینجا داریم. و واقعا روزی هزار بار میگم چی بگم دیگه، که ما رو از وطن به اون زیبایی و قشنگی و پر از امکانات جدا کردن. حالا ما کسایی که تونستیم یه جوری بچه هامون رها کنیم، ولی میخوام بهتون بگم 3 بار من واقعا شبانه روز گریه کردم. یه بار که پدرم فوت کردن که کووید بود، من برم ایران. یه بار برای انقلاب 401 و همه بچه ها. یه بارم الان یه هفته که برنامه خداحافظی شما، یعنی واقعا شبانه روز دارم. شما خیلی لطف دارین، بسیار محبت دارین به ما و ممنون که با ما تماس گرفتید. بله مرسی، خیلی سپاسگزارم. یکی از عزیزان گفته بود آقا اگه میخواین ببندید برید دیگه، ما گریه میکنیم، اشکمون خوش میاد، دوباره اشکمون سوراخمون کرد. یه روز دیگه ولی نمیشد همینجوری مردم رو رها کرد. و این سیستمی که مدیریت چید
به شدت به نظر هم در شأن شبکه بود هم در شأن مخاطبمون که با یه احترامی ازش جدا بشیم. و خیلی تو در این زمینه هم سپاسگزارم از مسئولین، واقعا دمتون گرم. شماره جدید من اعلام کنم چون هی خطا قطع میشه. نه بابا چیزی نگفتیم که خطا برای چی قطع بشه. دیدی با هر کی حرف زدیم هی قطع شد دیگه. 2044 13 88 548 074 2044 13 88 54 80 74. اینطوری بهتر شد. عالی شد. الان بریم بکنم اسمشون اشتباه نوشتم. مجید رضا رهنورد از تهران، سلام روی خط هستید. مجید جانم درود بر تو، شب تارون بخیر. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. عرضم به حضورتون که ممنون از زحماتتون و برنامه خوبتون. خواستم اینجا اینو بگم که من یک بهایی هستم و بهایی زاده. ما 40 خورده ساله که توی محدودیت و معذوریت و پدرمون از شغل بیکار کردن و خودمون کلی محدودیت داشتیم. من خودم عاشق فوتبال بودم، نتونستم بازی کنم و این که خیلی سختی کشیدیم. ولی فوتبال چرا نذاشتن بازی کنی؟ چون درس رو میدونم دانشگاه نمیتونید در ایران برید. تا جایی که یادم زمان فوتبال هم دقیقا به خاطر همین که اقلیت بودیم و من نذاشتن بازی کنم. عاشق فوتبال بودم منم، ولی دیگه گذشتیم، از همه اینو گذشتیم. ولی همچنان موندیم به این امید که اینجا رو بسازیم و مطمئنم و ایمان دارم که به زودی این شبکه رو تو خود کشورمون خواهیم داشت و شما کنارمون خواهید بود. امیدوارم. قطعا اینطوریه. یعنی اینکه من خودم الان 40 تقریبا 2 سالمه اینجا موندم و توی تمام این سختی ها، توی این تمام محدودیت ها، همیشه به کسایی هم که دوستانم و نزدیکان هستم میگم اگر ما فقط یک قدم از اینجا که وایسادیم جلوتر بریم، میتونیم خیلی خیلی بهتر کشورمون رو بسازیم و پس بگیریم. بله. مرسی مجید رضا جان. ایران رو قبطه عالم بکنیم. بله. به امید اون. بعد مجید عزیزم، اینی که میگی ما اقلیت هستیم، شما اقلیت نیستید، شما جزء اکثریت هستید که ملت ایران هستن. یه مش اقلیت رژیم اشغالگرن که اومدن میهن رو اشغال کردن و دارن شما هم میهنای ما رو اذیت میکنن. شما اقلیت نیستید، دورت بگردم، شما جزء ملت ایرانی، شما تو اون 85 میلیونی. دقیقاً شما یک ایرانی هستی و ممنون که بشم. ایرانی هستیم و واقعا درست میگید. بله من. اقلیت اون کسیه که شناسنامه‌اش صادره از نجف، به مسائل ملی میهنی هم دوزار اهمیت نمیده، یک واژه پارسی هم هیچ جا توی هیچ نمادشون به کار نبردن، ملیتمون هم براشون مهم نیست، فرهنگ کهنمون هم براشون مهم. اونا اقلیتن. شما که ملت ایرانی، تو 85 میلیونی دورت بگردم، کی گفته تو اقلیتی؟ تو از منی، تو از مایی، تو با مایی، تو از خودمون نیستن. حالا گرایشت هر چی میخواد باشه به کسی ربطی نداره. هیچ کس ربطی نداره کی به چی اعتقاد داره. بریم اسپانیا. او چه جلب. کجا؟ نه نمیشن اسپانیا. جزیره قناری. اسمشون هست اسحاق. اسحاق. بله. به به. اسحاق عزیز درود بر تو. اسحاق از اسپانیا روی خط هستید، بفرمایید. درود بر شما امید جان، درود بر شما سالم جان. خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره بگیرمتون و شرکت بکنم توی برنامه‌تون. مثل بقیه منم اومدم برای این که سپاسگزاری بکنم و یه سپاسگزاری خیلی ویژه بکنم از آقای عباسی، به این خاطر که کاری که انجام دادن با مستندهایی که ساختن، با برنامه‌هایی که داشتن، آگاه‌سازی‌هایی که انجام دادن، یه حرکتی زدن مثل حرکت سپاه دانش. و چیزی که برای من خیلی قشنگ بود این بود که همیشه هوای اقلیت‌ها، به هر حال البته خوب واژه‌ای که نباید استفاده کرد، ولی کسایی که در واقع مورد ظلم قرار گرفتن و خیلی داشت. احساق تو خودت از دوستام و دوستایی هستی که گرایش دینی خاص خودته یا بله من کلیمی هستم. به به. خب همجنسگرا هم هستم. عالی. چه ایرادی داره؟ شرایطی رو که من در ایران دیدم، من 19 سالم بود از ایران خارج شدم و خب موقع واقعا اتفاقاتی که برای من میافتاد و خب برای سایر اقلیت‌های جنسی میافتاد یا حالا مذهبی، وحشتناک بود چیزی رو که میدیدم. ولی الان وقتی میبینم انقدر برام زیباست و نمیدونم الهام بخشه که تغییراتی که ایجاد شده و واقعا با زحمت‌هایی که شبکه شما کشیده
و بچه های من و تو کشیدن و آقای عباسی، تغییراتی رو که آدم میبینه واقعا شگفت انگیزه. یعنی به اندازه صدها دانشگاه آکسفورد روی فکر و روی فرهنگ مردم ایران اثر مثبت گذاشته. شما مثلا 10 سال پیش اگر که کامنت ها رو میدیدین که پستی بود در مورد به هر حال یه فرد همجنسگرا یا یه فرد کلیمی یا هر مورد دیگه که مورد ظلم و به خاطر در واقع سیاست های رژیم اسلامی و نجس ایران که ایران رو اشغال کرده این افراد بهشون ظلم میشد و مورد تبعیض قرار میگرفتن، 10 سال پیش کامنت ها رو میدیدین همه مثلا با اعدام اینا و حتی موافق بودن، تعداد زیادی میگفتن بعد از بین برن، ولی الان کاملا تفاوت پیدا کرده و واقعا خیلی قشنگه. و چیز دیگه ای که خیلی برای من زیبا بود، من با شهبانو ارتباط در واقع نزدیک دارم و البته حالا یعنی حضورا میشناسمشون، و چیزی که برای من قشنگ بود این بود که شکیبایی شهبانو بالاخره با سپاس از شبکه شما به ثمر نشست. چطور؟ ایشون 40 سال 35 سال سکوت کردن در مورد همه تهمتایی که زده شد به خاندان پهلوی، در مورد همه دروغایی که نسبت داده شد بهشون، و با روشنگریایی که من و تو کردن واقعا قلب شکسته شهبانو بهش نور تابونده شد و ازتون خیلی سپاس گذارم. ولی اساقیتی خواهشی ازت دارم، خودتون رو اقلیت ندونید، تمنا میکنم ازتون، ما فرهنگ فارسی حییم که داریم یکی از همیهنهای بله. کلیمی بر ما به یادگار گذاشته بله. این همه بله. به اقتصاد کمک کردن، به فرهنگ کمک کردن، بهایی ها به نوبه خودشون، زرتشتی ها به نوبه خودشون. کی گفته شما؟ کی این برچسب اقلیت رو بهتون زده؟ بکنید از این من... شما ملت ایرانید بله. من اقلیت حوزه علمیه قومه، اونا تو اقلیت هن. بله برچسب بوده که رژیم اسلامی زده شما بی خود کرده. حالا که برمیگردیم ما یه مسئله هم تو فارسی داریم، مثلا میگیم که اینجا مگه سرچال میدونه، همچین چیزی توی ایران میگفتن، توی محله سرچال حیم بله. توی اونجا توی یک کوچهش فقط 9 تا کنیسه وجود داشت و یه محله بود که خب کلا خانواده من هم همونجا، یعنی پدر مادرم اونجا به دنیا اومدن و در بیش از انقلاب اصلا این مسائل وجود نداشت، ولی خب متاسفانه الان اینطوری شده. ولی واقعا بازم سپاسگزارم از همه زحماتی که کشیدین و شما الان تبدیل به یک سپاه دانش شدین با در واقع اتمام کار شبکه من و تو. به این معنی نیست که شمایی که تربیت شدین در اون فضا و این کمک رو به ملت ایران کردین، شما همچنان ادامه میدین به در واقع اون راهی که داشتیم و این انقلاب فرهنگی که در ایران درست کردیم، و امیدوارم که دوباره حالا شرایطی بشه که در آینده خیلی نزدیک از این دانش شما هم بتونیم در خود ایران استفاده بکنیم، در خود ایران شبکه داشته باشیم مرسی. و پیش ببریم این ممنونم از اسحاق عزیز، دوست داشتنی، درود ما را به هوای خوب اسپانیا برسون، هوای خوب آفتابش. خب میریم ونکوور، خانم فاطمه سپهری به به از ونکوور روی خط هستید، بفرمایید. خانم سپهری سلام، شبتون آروم خانم، بفرمایید. سلام آقا امید، سلام سالم عزیزم، من واقعا افتخار اینو داشتم که امشب بتونم کنارتون باشم. چندین بار زنگ زدم ولی متاسفانه شرایط درک میکنم، بخاطر اینکه شما دوست داشتین بیشتر از ایران صحبت بشه. شرمندگیشمون واسه ما، ببخشید عزیزم. امید جان، سالومه عزیز، خیلی از ایرانی ها هستن که کشورهای خارج هستن که مثل من محجبن، مثل من اهل نمازن، مثل من با خدا آشنان، با قرآن آشنان. شما تو کانادا هم حجاب رو حفظ کردین؟ اجازه بده بله بله، اجازه بدین براتون بگم، من حجابم رو حفظ کردم، نمازم رو حفظ کردم، روزم رو حفظ کردم، نیایشم رو دارم، ولی به شدت خواهان این هستم که بتونیم ایران آزاد در کنار تمام کسایی که طرفدار ایران آزاد هستن، در کنار اجازه بده من یه موردی رو بگم. من اسم خانم فاطمه سپهری رو برای خودم انتخاب کردم و دلیلش هم فقط در همین بود که ایشون یه خانم بسیار محجبه، بسیار با شعور، بسیار با فهم، آگاه، و واقعا ما نداریم همچین کسی. من واقعا امروز واقعا دوست داشتم زنگ بزنم و بگم اصلا ما حتی ماهایی که حجاب داریم نماز میخونیم، قرآن میخونیم، نیایش میکنیم. به منم همش میگن مذهبی صورتی، ولی من با افتخار میگم من مذهبی صورتی باشم، بهتر از مذهبی باشم که چشمم رو
به روی ظلم، به روی فقر، به روی فحشا، به روی تمام چیزایی که دارم میبینم. ببینیم خانم فاطمه سپهری، حمیدرضا روحی عزیز، محمد حسن ترکمان که مادرشم بی نهایت بهش ارادت دارم، و بسیاری، نیکا شاکرمی، ما همه رو دیدیم، یعنی توی ایران دیدن، دیگه نیازی نبود که بخواد بگن آقا اینا دشمنن، آقا اینا فرهنگشون بده، آقا اینا اصلا دلشون نمیخواد. نه عزیز من، همه دیگه با چشم خیابون دیدیم. اگر بخوایم سکوت کنیم، حتی با داشتن حجابمون که بخوایم خودمون رو در خفا ایجاد کنیم و ساکت باشیم، ما ظلم کردیم. ما الان دو تا مذهب داریم در ایران، مذهب عمر، امرؤاس، معاویه و مذهب امام حسین و راه امام حسین. آقا مذهب امرؤاس، معاویه و تمام کسایی که دارن میگن هستن جمهوری اسلامی، و مذهب کسایی که دارن حرف از امام حسین، آزادی، شهامت، کسایی هستن مثل خانم فاطمه سپهری، کسایی هستن مثل مادر قهرمان محمد حسن ترکمان، کسایی هستن مثل پدر حمیدرضا روحی، کسایی هستن مثل عرفان خزائی، تمام تک تک بچه ها، تک تک بچه هایی که دارن میگن برای به خاطر بی‌حجابی اومدن. نه اصلا، من واقعا کوچیک تک تک آدم ها هستم و اینم از ته قلبم دارم میگم. با وجودی که حجاب دارم، نماز میخونم، قرآن میخونم، همیشه کنار این خانواده ها من وای میستم. دم شما گرم، نفست حق. خانم سپهری، خانم سپهری، تشکر ویژه باید از شما کرد، از شما کرد که اسم همه اینا رو میشناسین، دنبالشون کردین، حمایتشون کردین. عزیزم هستم، من از اینجا از طریق آخرین شب تلویزیون شما که انشاءالله با افتخار برمیگردین و با افتخار دوباره میزنید دهن کسایی که کلی پشت سرتون چرت و پرت گفتن. حالا بگذاریم، من یه خود هیجان زده شدم، ولی من امشب خودم رو مسئول دونستم بگم. من به عنوان یک خانم محجبه، به عنوان یک خانم مذهبی، از تمام کسایی که مذهبی هستن، از تمام کسایی که روزه میگیرن، نماز میخونن، قرآن میخونن، بگم تو بازی جمهوری اسلامی نیفتیم. سالیان سال بود من رو با پرچم هایی میترسوندن، آقا اونجا این کارو نکن. ببینین به خدا قسم، شرافتی که من در این پرچم پرچم شیر و خورشید من دیدم، من هیچ جا ندیدم. من تمام شرافت انسانیتی که تو این چند وقت این بعدم دیدم، میان و هست که میان پشت سرشون بد میگن. من از تلویزیون من و تو تشکر میکنم. آگاهی رسانی که توی این مدت انقلاب مهسا انجام شد، شاید از هیچ تلویزیونی که وظیفش بود انجام نشد متاسفانه، و من واقعا به شما افتخار میکنم. از تمام کسایی که محجب هستن خواهش میکنم که بیان وارد کار بشن و کنار مردم بیستن، کنار مادران داغدار بیستن، خودشونو قایم نکنن پشت چادری که سر کردن پشت. چرا؟ چون در قیام قیامت مسئول و مسئول و مسئولن در قبال خونی که بیگناه کف خیابونا ریخته شد. بله. من فقط دوست داشتم این امشب بهتون بگم، امیدوارم که بتونم آگاهی رسانی تا یه حدی به خانواده ها کرده باشم. همیشه که بسیار عالی خانم سپهری، بسیار عالی، مرسی که تماس گرفتین، باعث افتخار ما بود که شما امشب با ما تماس گرفتین. بله. چقدر زیبا صحبت کردین و دمتون گرم که انقدر از خانواده جان باختگان حمایت کردین و ازشون یادی کردین. من یه چیزی فقط بگم، این ارزشمنده. من این حجاب و سرمه میکنم به چشم میمالم، برای اینکه توی مملکت آزاد پای باورهای خود و باور داره به کاری که داره میکنه و شخصی برای خودش نگه داشته. به زور تو حلقه من امیدم نمیکنه، به زور به خورد تو سالومه هم نمیده، میگه آقا من باورهای خودمو دارم، اینجوری هپی ام، اما آزادی رو برای همه میخوام. این ارزشمنده، نه اینکه منو با چوب و چماق و تو سری بخوان حجاب سرم کنن یا تو صف نماز وایسونن یا بخوان دینداری رو بکنن تو حلقم. اون دوزی پشیزی ارزش قائل نمیتونه هیچ انسان آزادی براش باشه. و چقدر خوشحالم که این نخستین بارم نبود که این دست دوستان زنگ میزنن، دوستان محجب، دوستان مذهبی، دوستان مؤمن زنگ میزنن تو برنامه. عمدتا کسایی که زنگ زدن صحبت کردن دینشون رو برای خودشون میخوان و آزادی رو برای همه، و ای کاش روزی به این باور برسن دوستای عزیز متدین و دیندارمون که جمهوری اسلامی برای حمایت از شما و
اعتلاء باورهای شما نیومده. جمهوری اسلامی اومده از باورهای شما دامی درست کرده برای به بند کشیدن ملت و این وسط دودش مستقیم تو چش شمایی داره میره که باورهای خاص خودت داری. حرف خوبی زدن. تو بازی جمهوری اسلامی وارد نشین، بیاین بیرون، خرجتون رو سوا کنید، نذارید هر کثافتی جمهوری اسلامی به اسم دین و مسلمین داره میزنه به پای شما هم نوشته بشه. جا داره حالا یه چیز، چون آخرین برنامه است و احتمالاً دیگه وقت نمیشه من اینا رو بگم، دوباره بگم که مردم عزیز، خانواده های دادخواه تنها نذارین، زندانیان رو فراموش نکنین. من همیشه تو برنامه هم گفتم الان دوباره حکم اعدام رضا رسایی تایید شد، مجاهده کورکور، خالد پیرزاده حالش خوب نیست، فاطمه سپری تو زندانه، توماش تو زندانه، فراموششون نکنیم. زندانیان رو فراموش نکنین، خانواده ها رو فراموش نکنین. صدای مادر سیاوش محمودی تو ذهنتون باشه، چشمای مرشاد شهید رو یادتون نره. دیگه نمیدونم، یعنی میخوام بگم یادمون نره که و سالومه یه چیزی هم ببخش میونه گفته هات، ما فراموش نکنیم این بچه ها برای چی تو بندن، برای چی سر به دار دادن، برای چی زیر خروار خروار خاک الان خفتن. اینا برای هممون رفتن، اینا دغدغه شخصی نشن. هیچکس نگفته بود من که دارم زندگیمو میکنم ولش کن. گفت نه، این زندگی به درد نمیخوره اگه آزادی نباشه. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. برای همین اومدن بیرون، اومدن حرف منو زدن، حرف تو رو زدن، حرف همینای دیگر رو زدن و خیلی بی‌معرفتی اگه ما یادشون نکنیم و صداشون نباشیم و تمام قد با تمام داشتمون پشتشون وای نستیم. یه شماره دیگه بگیم، خیلی وقت روی خط هستن. خانم الهه از تهران بله. روی خط هستید، بفرمایید. سلام. سلام. کی بود؟ صدای منو دارید؟ سلام جان. بله، خانم الهه از تهران. خانم الهه شبتون آروم. بله. خوش آمدید به امید. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. متشکرم، ممنون. واقعا نمیدونم چی بگم امید جان. من بیننده پرپاقرص برنامه های شما هم دوست داشتم که تشکر بکنم. یه سری صحبت ها رو میخواستم بکنم چون تایم زیادی رو منتظر موندم. خیلی از صحبت ها رو شما کردین عزیزان، صحبت ها رو گفتن. فقط یه موضوعی هست که میخواستم عرض کنم خدمت آقای عباسی عزیز. بله. آقای عباسی تو صحبت هاشون من خودم اینجوری برداشت کردم که ایشون گفتن که ما بیشتر موبایل دستمونه، تلویزیون نمیبینیم. احساس کردم که شاید ذهنشون رفته به این سمت که بخوان توی اون بستر کارشون رو ادامه بدن. میخواستم این موضوع عرض کنم خدمتشون که شبکه تلویزیونی هم خیلی مهمه. مثلا یه نفر مثل من که حالا من بچه کوچیک دارم، نمیتونم مدام موبایل دستم باشه. خیلی کسای دیگه هم هستن تو ایران که تاثیرگذارن، یعنی آگاهی اونا شاید مهمتر از اون کسی باشه که موبایل دائما دستشه و اون آدم بیشتر شبکه تلویزیونی رو نگاه میکنه. خواستم این موضوع رو بهش اشاره بکنم. حالا بله. ایشون چون خلاق هستن و فکر میکنن به مسئله موضوع رو مد نظر قرار بدن. یه موضوع دیگه هم امید جان، یه چیزی که خیلی برام جالب بود، من یه عمه‌ای داشتم که از اون نسل که دنبال رد امام زمان لای قرآن و عکس امام رو تو ماه میدیدن و عمتون فضایی بودن. بله بله. الان درود ویژه برسونم بهشون و بیخیالشم. نه بخیارشون بذارین ادامه بدم. چند وقت پیش دیدمشون، من دیدم که ایشون اینقدر آگاه شدن، یه صحبتی کردن که یکی عمه رو بگیره. بعد متوجه بله بله دقیقا متوجه شدم که ایشون بیننده برنامه شما بودن هر شب. خیلی تأثیر گذاشته بود، یعنی کاملا صحبت می کردن. پس الهه بذار کارم رو بکنم، بذار درود ویژه رو بفرستم واسه عمه. این همه شب با ما عمه خیلی مخلصیم. تا باشه از این عمه لطف میکنیم. در خدمت. خیلی ممنون. و بعد اینکه یه صحبت دیگه هم آقای عباسی کردن، ایشون گفتن که یه آدم وقتی میاد از یخچال خالیش فیلم میگیره برای من میفرسته، من خودم موظف میدونستم اونو پخش کنم، برای من برای یه آدم غریبه میفرسته. میخواستم بگم شما واقعا دیگه غریبه نیستین، یعنی نزدیکترین آشناترین، یعنی در واقع شدیم پناه مردم ایران. اینکه برای شما اون فیلمو میفرسته دلیلش اینه که شما رو نزدیکترین شخص به خودش احساس میکنه. این حس رو خود منم دارم، یعنی اصلا با تک تک شماها ارتباط قلبی گرفتم. یعنی من شب میخوابم خواب شماها رو میبینم، تا دیر وقت بیدار میمونم که تو این روزای آخر حتی یک ثانیه از برنامه های شما رو دست ندم. برنامه هاتون رو ضبط میکنم، مسلطون همه رو آرشیواشو میخوام دانلود کنم، دونه دونه شروع کردم. حالا یه ذره تایمم کمه، اونا رو همه رو نگاه میکنم
و یه موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که شما به مخاطبتون احترام گذاشتین، شما برای ما ارزش قائل بودین، شما به شعور ما احترام میذاشتین. ببینید همین چند وقت پیش من خودم این منوتو لایو شما رو که دیدم، یعنی در واقع یه تغییر بوده، تغییر قشنگ بود و اینکه نشون میداد که شما دارین فکر میکنین به بهتر شدن، به تغییر فضا، به تغییر روحیه مردم. یعنی هم سعی میکردین که روحیه مردم بذار شادتر بشه، همین که بتونین اخبار رو پوشش بدین. واقعا اینا قابل قدردانی و قابل ستایشه و میخواستم بگم ما مردم این چیزا رو دیدیم و عاشق تلویزیون منوتو و شماها شدیم و من مطمئنم که شما خیلی پرقدرت و خیلی بهتر از قبل و اینکه این ارتباط انقدر الان دیگه پررنگ تره، مطمئنم که دفعه بعدی از هر درگاهی، از هر اپلیکیشنی، تلویزیون، ماهواره، موبایل، از هر جا شما باشین مردم دنبالتون دنبال میکنن شما رو و اینکه شما جزء از خانواده ما شدین. تو سخت ترین روزای ما شما همراه ما بودین. امید جان یه صحبت دیگه هم می‌خواستم بکنم. پارسال توی بحبوحه تظاهرات اینا باردار بودم ولی سعی می‌کردم که شرکت کنم تمام این تجمعات و همه اینا رو. من می‌رفتم با اون شرایطم و خیلی برام عجیب بود که یه سری دلایلی میارن که حالا واقعا هیچ کدومش از نظر من منطقی نبود. فقط یه صحبتی، من وقتی که تو اون جو قرار گرفتم میدونم که خیلی کار سختی نیست، خیلی واقعا کار سختی نیست وقتی با هم باشیم. این اتفاقی که هممون منتظرشیم یا به قول تو منتظریم یه نفر دیگه اون لیوان آب از اون ور میز بده دستمون، این واقعا خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. یعنی وقتی که تو اون جو قرار بگیری، تو اون جمع قرار بگیری، اون بچه‌ها رو ببینی، اون انرژی رو ببینی، اون محبت و اون همبستگی رو ببینی، میفهمی که واقعا خیلی دور نیست. و یه صحبت دیگه هم این که توی یکی از برنامه‌هات که با مازیار داشتی، از مازیارم خیلی تشکر میکنم، میگفتین که شما فردای آزادی رو چجوری تصور میکنید. یه برنامه داشتی، موضوع برنامه این بود پارسال. من خیلی به اون موضوع فکر میکردم هر روز. این خیابونه محل کارم که خیابونه ولی از بود پیاده میرفتم و به این فکر میکردم که خب ما فردای آزادی دقیقا اینجا میریم، شادیم، میرقصیم، خوشحالیم، عکس بچه هامون رو که از دست دادیم دستمون گرفتیم. به این چیزا اگر فکر کنیم، من فکر میکنم که امیدمون رو نباید از دست بدیم و اینکه با همین چیزا باید ادامه بدیم تا به هدفمون برسیم و اون هدفم واقعا دور نیست. الهه عزیزم، خیلی ممنونم ازت. این همه پیام پرمرین، همه حرف خوبی در تلویزیون میتونن گوش بدن که براشون هزینه نیفته اگه میخوای سید. و راه‌های ارتباطی، حالا ما هر صفحه‌ای رفتیم، هر پلتفرمی بودیم، به عمه حتما برسون راه‌های ارتباطی ما رو که همچنان ببینه ما رو. من از به نوبه خودم از مازیار مکی میخوام تشکر ویژه انجام بدم. در درازای اون شب‌های به شدت سخت که من غرق هیجان و تلاطم بودم، مازیار خیلی هم فکری کرد، خیلی کمک کرد. هر دفعه من به حسین زنگ زدم گفتم مازیار برنامه داریم، با جون دل اومد، نه تو کارش نبود، پای ثابت برنامه بود و من خیلی از مازیار آموختم در درازای اون شبها. جا داره ازش تشکر ویژه بکنم و حالا شاید دوران همکاری من و مازیار به پایان برسه، اما رفاقت مازیار با من همچنان پابرجا خواهد موند و خیلی ازت ممنونم رفیق درست حسابی، رفیق باسواد من و رفیق خوب و با مرام من، ازت سپاسگزارم واقعا. چه خانم الهی خوب بود، عالی بود خانم، خیلی قشنگ صحبت میکرد. دمتون گرم، مرسی که زنگ زدین. بریم اسرائیل؟ بریم، او بریم. اتفاقا من قرار بود یه سفر برم اسرائیل. این جنگه کشو، این حماس همه جا، این حماس یا پولمونو میگیره، منابع ملیمونو میخوره، اینجا هم به ما ضربه میزنه. نشد بریم اسرائیل. بریم اسرائیل. آقای رافائل، آقای رافائل از اسرائیل روی خط هستین. درود بر شما. درود و سلام آقای فوق العاده به شما. رفاید. من فقط کلمه آفرین را به شما، تمام افرادی که در نگهداری به اداره این سازمان مهم شکر کردن آفرین میگم. امید جون، جونم رافائل جان، ترم دوست دارم دورت بگردم. اینقدر آقا هستی، اینقدر بزرگواری، هر کسی که ایران را دوست داره من مخلص شدم، کوچیک شدم و ایران رو دوست دارم. میخوام بهتون بگم امید جون، توجه کنید جان. من دو سال با یکی از افسران گروپ سوم که کرمانشاهی بود به کمک یک سازمان بزرگ بین‌المللی در ایران مشغول انقلاب بودیم. آمریکایی‌های پست خراب کردند،
اگر نبود ما به نتیجه مثبت در سال 82 می‌رسیم. امید جون من یک مسئله بهتون بگم، حقیقته. من از درآمد 10 تا 20 میلیارد دلاری به خاطر ایران گذشت کردم. ای یادم اومد رافائل جون، شما پیش از اینم به ما زنگ زده بودین راجع به همین قضیه صحبت کرده بودین. در ایران من ماهی 500 هزار تومان درآمد داشتم و به قرار بود به ماهی 5 میلیون تومان برسه. همه را جمهوری اسلامی دزدید و برد. شرکت هم را قاعدت کردم که 100 میلیون دلار میارزید. من مطمئنم که ایران بهترین کشورهای دنیا. من صدها مقاله نوشتم برای آقای فولادوان که تلویزیون داشت در زندان و ایشون تمام مقاله من را میخوندن و بعضی موها میشد که مردم تا آدم میکردن دو بار سه بار این مقاله های من را میخوندن. آقای رافائل چند سالتونه؟ ایران بهترین کشورهای دنیاست. ما بر میگردیم تو مرتب به همون زبانهای هخامنشی ها کوروش و بزرگ میرسیم. من همیشه در یاد کوروش هستم، افتخار میکنم. من یک روز شرفیابی حضور اعلیحضرت پیدا کردم، خدمت ایشون گفتم. من دو بار کوروش و بزرگ احترام میذارم. یک بار برای اینکه قوم من از اسارت نجات داد، دومی که مرا به ایران آورد. من افتخار میکنم که ایرانی هستم. خیلی همه اعلیحضرت خوشحال شدم و مردم دقیقه ها کف میزدن. ایران کشور بزرگیه، بهترین کشورهای دنیا. من حاضرم برم در ایران و فقر زندگی کنم و احساس کنم که من بزرگترین ثروتمند دنیا هستم. بله. منی که در ما 500 هزار تومان درآمد داشتم. اگر ایران انقدر کشور خوبیه، هیچ کشوری در دنیا بهتر از ایران نیست، نخواهد بود. متاسفانه به خاطر اشتباه یه مشت کودن نادان بی انصاف بی مروت، شاه بزرگ واقعا آقای دنیا. من مقاله نوشتم ادعا که شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی بهترین بزرگترین عاقلترین رهبران دنیا هستند. اشتباه نکردم، دروغ نگفتم، رشیدیدین. در این مقاله نوشتم که بانوان ایران بهترین بانوان دنیا هستند. بله. خدا را شکر بیرید درشید و خوش رافائل جان، خوش به حال نه رافائل گفتگو رو علاقه نداره، گو فقط محسسه را اداره کردی. شما برمیگردی و بزرگ برمیگردی. قربونت برم رافائل جان، خیلی ممنونم ازت و خوشا به حال این نسلی که ایران اون موقع رو اونجوری تجربه کردن دیدن. به ما که مش خاطرات و فیلم بیشتر نرسید، حالا تا ببینیم در آینده چه اتفاقی قرار رقم بخوره. هم میهنانمون کی کمر همت رو سفت میکنن تا خودمون از چنگال این رژیم اشغالگر و کودک کش نجات بدیم. یه تلفن دیگه بگیم. خواهش میکنم، من در خدمت. بریم اهواز. بریم اهواز. بریم اهواز پیش آقای یوسف. اصلا جنوبی ها رو یه جور خاصی دوست دارم. آقای یوسف از اهواز رو خط هستین، درود بر شما. درود بر سالومه عزیز و درود بر فریدون فرخزاد زمان. نفرمایید. کوچیک شما در خدمت. درود بر آقا امیر. درود ماهد رفیق. درود بر گل. درود بر تمام بچه های من و تو که همشون از جلوی دوربین که شما دوتا از ابر اسطوره های بزرگ من و تو هستین و درود بر اونایی که پشت هستن. می‌خواستم در مورد آخرین گفتار بابک خرم‌دین بگم. بله. که گفت ای تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه‌ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد کرد. تو اکنون که مرا تکه تکه می‌کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشاری شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. حالا میخواستم اینو نسبت بدم به آقای بزرگ ابر مرد من و تو که آقای عباسی هستم. تو ای خامنه ای حرامی، خیال مکن که با بسته شدن شبکه من و تو فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش ببینی.
جوانان ایران زمین چنان لرزه‌ای بر ارکان حکومت ملایان انداختن که دیر یا زود آن را سرنگون می‌کنند. این را بدان که ایران هرگز زیر بار زور و ستم نمی‌ماند و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. در مورد ایران، آقای امید جان، سلام جان عزیز، اینم بگم ایران عزیز گرامی که جان فدای ایران باد، چو ایران مباد تن من مباد. من عکس کورش رو این بازومه، عکس رضا شاه رو اون بازومه. عزیزان بدانن که در طول تاریخ چند هزار ساله تاریخمان صدها بار زیر ظلم و ستم و فشار و کشته شدن ملت ایران بوده، در تاریخ دیدیم. ولی کن ایران کشوری است که از خاکستر خود بارها و بارها ققنوسی بلند میشه. در اوج ناامیدی و ناباوری این ملت عزیز ریشه ظلم را میکنه. این ملاها و آخوندها دیگه عمرشون به پایان رسیده و همچنین روزهای و ملاها دیگه تمام شدن و همچنین روزها دوباره ایران زمین به آزادی رفاه خود میرسه. در مورد ایران بگم، ایران شاید من و تو رو الان به قولی تو خودش نداشته باشه، ولی من میدونم، امیدوارم به امید روزهای، یعنی شاید تا سال دیگه هم، شاید تا سال دیگه خود من و تو، من و شما و شبکه چند سالتونه آقای یوسف؟ ایران بشه. چند سالتونه؟ 50 سال. من 50 سالمه خانم سالمه، سعادت دارم خدمتتون و سلام علیه به ما. صداتون قطع شد. بله، احتمالا چارجشون تموم شده، چون یه مدت پشت خط بودن، خیلی هم الان روی خط بودن، هم پشت خط هم روی خط، هر دوش هزینه میبره دیگه. بریم آلمان، برو هر جو دوست داری. ما امشب خودمون سپردیم دست شما سید، ببینم کجا میبریم. سلما از آلمان، سلام، روی خط سلما فتانه یا هنگ، سلام، شبتون بخیر، حالتون چطور خانم سلما؟ خیلی ممنون، مرسی. من میخواستم شب شما ما رو میخواستم از شما و همه خانواده من رو تشکر کنم، ولی برام مهمه پیام دختر 7 سالم رو برای شما پخش کنم. من الان چند شب به ویدیوشو و پیامشو برای سالومه جان فرستادم، ولی متاسفانه دیده نشده. یعنی حجم پیام ها مهمه، شما ببینید. ما همه ما خاطراتی از ایران داریم، عاشق ایران هستیم و به خاطر همه ما تو ایران بودیم. دختر من ایران نبوده، اینجا به دنیا اومده، فامیلاش همه اینجا هستن، ولی عاشق ایرانه. کجا دقیقا؟ آلمان. کجا؟ آلمان، میندن، شهر میندن، یک شهر ویدیو فرستادی بودین برای من؟ یک ویدیو برای شما 3-4 شبه. دختر من 1 سال پیش آهنگ شروین رو شنید، با اینکه آهنگای فارسی متوجه نمیشه. این دیگه کمکاری شماست خانم، این که آهنگای فارسی متوجه نمیشه کمکاری شماست. قشنگ فارسی صحبت میکنه، با لهجه شیرین صحبت میکنه فارسی رو، ولی آهنگا رو خب فارسی گوش نمیکنه. دختر 6 ساله من اون موقع آهنگ شروین رو شنید، از تو اتاقش داشت بازی میکرد، اومد با چشای پر اشک و گفت مامان این آهنگ خیلی غمگینه. از من خواست دونه دونه رو براش معنی کنم. بعد روز به بعد این بچه تو مدرسه برای دوستاش میشه رو میخونه، ترجمه میکنه. وقتی دوستاش میان اینجا اگه بخوان آهنگی گوش بدن، این آهنگ جز آهنگایی که باید شنیده بشه. و شب و روز میگه، نمیگه چرا ایران آزاد نمی کنن، میگه چرا نمیریم ایران رو آزادش کنی. پرسش خیلی خوبیه. و چند شب پیش اصلا این خوابش نمی بود. من از صدای گفتگویم با خودم حتی ضبط کردم صداشو که مامان نمیتونم بخوابم، الان چجوری میتونیم به مردم کمک کنیم، چی کار کنیم. یعنی انقدر این دختر به من گفت تا آخر سر ویدیو ازش گرفتم. نمیدونم میتونم صدای دخترم رو پخش کنم یا نه، ولی سعی میکنم بذارم. ما ببینیم کیفیت صدا با ما. ممنون که گوش دادیم. به به، عالی.
خیلی سپاسگزاریم خانم از اینکه این پیام رو با ما به اشتراک گذاشتین. دختر 7 ساله شما به این باور رسیده که باید تیم ورک داشت، باید اتحاد داشت، دست به دست هم دیگه داد. اما من نمیدونم این جریان 57 با این همه دبدبه کرد چرا هنوز به این باور نرسیدن. واقعا مرسی خانم. عاشق ایرانه. و یک نکته دیگه این که همه ما آرزوهایی داشتیم ولی شکل آرزوهای ما فقط خدامون عوض نشدیم، شکل آرزو کردنامون عوض شده. یعنی به مخصوصا توی یک سال اخیر آرزومون شده امروز که گوشی رو باز میکنم کسی رو اعدام نکرده باشن. بله. امروز که گوشی رو باز میکنم کسی کشته نشده باشه. اما خواهر گلم یه چیزی هم بگم، این روحیه و رویکرد و خصوصیات اخلاقی که دختر خانومتون داره، از الان دوست داره بقیه کمک بکنه، یه کار گروهی تیم، این اصلا گریه نداره، این اتفاقا باید شما خوشحال باشید، بهش ببالید، یه همچین روحیه‌ای بچه‌تون داره و روش کار کنید، بهش پروبال بدید، این روحیه درش پرورش پیدا کنه، باهاش بمونه. در آینده کسی چه میدونه، شاید یه سیاستمدار گردن کلفتی شد دختر خانم شما، تونستی گوشی از کارو بگیره، چرا که نه. دقیقاً. مرسی از شما که تماس گرفتین. 8 دقیقه حدوداً به پایان برنامه باقی مونده، میخواین 8 دقیقه رو اختصاص بدیم به خواهش میکنم. 8 دقیقه برای من زیاده. من یه تلفن دیگه میخوایم. آره لطفاً. یه تلفن دیگه بگیریم. میریم سراغ آقای فرزین از تهران. به به. روی خط هستین، درود بر شما، بفرمایید. سلام سالومه. سلام. درود آقا امید. آقا امید من درود رفیق. اگه یاد باشه با زبان قلم میتونستم صحبت کنم، رو کاغذ مینوشتم برات میخوندم. هر موقع هم تماس گرفتم خوندم. استاد تام امید به نمره خوبی داده. حالا به پاس 14 سال پویای شبکه 14 تا درود نوشتم برای آقای عباسی خانم. اینو براتون میخونم. شما احتمال زیاد خانم عباسی، آقای عباسی نمره خوبی بهم بدن. اول آقای عباسی، درود بر قبله عالم، درود بر استاد کلاس فرهیختگی و وارستگی بنی آدم، درود بر معلم اخلاق کبیره، درود بر استاد نظم و سحرخیز جزیره. قد شد بقیه درودا نرسید بهمون. ما نفهمیدیم چی شد. خب یک مهمان عزیزی اومده روی خط. کی؟ آقای حمید فرخ نژاد اومدن روی خط. سلام بر شما. بح بح. چه سورپرایز قشنگی. آقای فرخ نژاد با درود. سلام. شبتون آروم. با مرسی. چه سورپرایزی. سلام خانم عزیز، آقای امید خان گل. مخلص حمید خان. دیگه در واقع من اولین باره که تماس میگیرم. ولی منت گذاشتیم به سر ما حمید خان. شما باید امر فرمودین، ما خودمون تماس میگرفتیم خدمتتون. قربونتون برم بزرگوار. این لازم بود، وظیفه خودم میدونستم که در واقع تماس بگیرم و مراتب تشکر خودم، مراتب قدردانی خودم از همه بچه های خوب من و تو، از مدیریت و همه بچه هایی که با تحمل سختی های زیاد، میدونم هم برای خودشون خیلی مشکلات ایجاد شده بود اونجا، هم برای خانواده هاشون تو ایران، ولی موندن و مقاومت کردن و در واقع صدای مردم بی صدای ایران شدن و این وظیفه‌ای رو که به عهده‌شون بود، چه در زمینه اطلاع رسانی، چه در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی مردم، خیلی خوب انجام دادن. واقعا من به عنوان یه ایرانی می‌خواستم تشکر کنم ازتون و بگم که دمتون گرم، واقعا خسته نباشید. حالا اگر به جبر روزگار یا هر دلیلی که من واقعا اشرافش ندارم قراره یه مدتی کنار هم نباشیم، ولی میدونم با قدرت بیشتر، با در واقع انسجام بیشتر و با تشکیلات بهتر باز کنار هم خواهیم بود. این من و تو ما خواهد شد به زودی. دمتون گرم با آقای فرخ نژاد دوست داشتنی. من هم به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم از شما و هنرمندانی که درون ایران زیر تیغ سانسور با تمام فشارهایی که روتون بود این همه برنامه سازی کردید، این همه کارهای خوب خلق کردین، شادی به خونهای مردم آوردید، خاطرات خوب ساختید و با تمام وجودتون ایستادید و اون کاری که بهش علاقه داشتید و به نحو احسن انجام دادین. منم به نوبه خودم که مخاطب شما بودم ازتون سپاسگزارم و امیدوارم این پویایی که در میهن ادامه پیدا کنه. واقعا ممنون که تماس گرفتین، یعنی یه حسن ختام خیلی قشنگی رو برای ما رقم زدین. بازم ممنون که زنگ زدیم به برنامه امید جان. قربونتون برم. مرسی سالومه عزیز شجاع، امید امید عزیز. قربونت. همه بچه های خوب در واقع من و تو تشکر میکنم از مدیریتشون و
براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، هر جایی که باشید در هر حالی که هستیم و دوستتون دارم. سلام منو امیدوارم حالا که بیرون مرزها هستین ای فرخ خودت بشه از نزدیک دیدتون حضور به هم برسه. ان شاء الله با امید خدا ان شاء الله بشه برایت فراهم بشه که بیام. ممنون. چقدر بزرگواری کردن، زنگ زدن به خط برنامه اومدن و خیلی سپاسگزارم ازشون. و سالومه، من در پایان مان شما سپاسگزارم. میخوام بگم در درازای 14 سالی که من کار کردم، جلوی دوربین بودم، خالی از خطا نبودم، خالی از عیب نبودم. در برهای گوناگون شاید حرفایی زدم، شاید کارهایی کردم کسی رو رنجونده. از شرکت کننده های بفرمایید شما شریعت نره بگیر تا همکارانمون، از همشون دوست دارم پوزش بخوام و امیدوارم منو ببخشن. در درازای این سالها انگ و تهمت به من زیاد زده شد، به تو هم همینطور، به هممون. منم اونا رو میبخشم و میذارم رو حساب ندونم کاری. یه مسئله که برای من خیلی پررنگ بود، هیچ وقت درباره‌اش صحبت نکردم و هیچ وقت پاسخ هیچ کس رو ندادم، قضیه قاسم سلیمانی بود که هی میگفتن تو قاسم چکت مثبت در اومد طرفدار. من 15 سالم بوده از کشور اومدم بیرون. در درازای این 15 سال 26 سالی که بیرون بودم هیچ وقت برنگشتم، هیچ کانکشنی با اون دست افراد ندارم. ارتباطم همیشه با ایران ورزشی و فرهنگی و هنری بوده. توی برنامه امید ای ام اتفاقا اون شب ویژه که این اتفاق افتاد، برنامه زنده، موضوع برنامه رختکن، ببخشید برنامه رختکن، موضوع این بود که چرا اینقدر سپاهی اومدن تو فوتبال. یه نفر زنگ زد اومد رو خط برنامه، گفت ما سپاهی بد نداریم، سپاهی خوبم داریم. من رفتم از زبون اون با خودش صحبت کنم، با زبان خودش باهاش صحبت کنم، گفتم به نظر شما سپاهی خوب کیه؟ قاسم سلیمانی، به به خیلی هم عالی، خیلی واسه داره از مرزا دفاع میکنه دیگه، عالی، بقیه‌تون هم برید همونجا، نیاید تو فوتبال. شاید اون لحظه نباید اینو میگفتم تو برنامه آنتن زنده، ولی خب یه جنجال عجیب غریبی، اولین بار دارم درباره اش صحبت میکنم. اینی که منو بخواید به جریان خاصی نسبت بدید، انگی به هم بزنید، یا سالومه یا بقیه بچه ها، باید عمل کرد و بسنجید ما 14 سال چی گفتیم، چی کار کردیم. اونجا اگر با یه خطا، دو خطا، یه اشتباه در گویش و اینا، نمیشه کسی رو به جای خاصی چسبوند. از همجنسگرایی گفتن، انقدر مرد هستم، انقدر وجودشو دارم که اگر بودم گرایش جنسیم و سکسیم اونجوری بود، قطعا می اومدم اعلام میکردم و میگفتم و کلی هم حامی میشدم برای کسایی که اینجوری هستن و دارن بهشون ضربه زدن، ولی واقعا اینجوری نبوده هیچ وقت. ولی حامیشون هست، حامیشون که قطعا هستم. ما بهمون یاد دادن کسایی که تارگت میشن رو بریم سمتشون، بریم دستشون رو بگیریم. من در درازای این 14 سال دو بار درگیری شدید با کیوان داشتم، یه بار اخراج شدم، یه بار استعفا دادم، اما هنوز دارم برای کیوان کار میکنم، هنوز خودم از بچه های من و تو میدونم و این نشون میده کیوان چه آدم بزرگیه و چقدر این کار برای ما مهم بوده که پاش وایستادیم و تونستیم انجامش بدیم. در آخر دوست دارم سپاسگزاری بکنم از مرجان و کیوان عزیز که جای خود دارن. هر چی بگم کم گفتم، هر چی بگم حق مطلب ادا نشده، اما خب از داریوش اقبالی عزیز میخوام سپاسگزاری بکنم. اون موقع که من از شبکه جدا شدم با تمام داشته هاش اومد سمت من که من حالم بد نشه، هوای منش، هم خودش، هم ونوس، همسر دوست داشتنیش، خیلی ازشون متشکرم. علی کریمی همینطور، خیلی ازشون متشکرم. از آزاده بهرام میخوام سپاسگزاری کنم، آزاده ای که من بهش میگم آرام جان، آزاده ای که با روزی 100 نفر آدم باید سر کله بزنه و همیشه آغوشش بازه، همیشه هممون رو پذیرفته و هممون رو دوست داره. در آخر دوست دارم از همسرم سپاسگزاری کنم، مهسا عزیز، که من کنارش معلوم تر شدم، کنارش آروم تر شدم، کنارش امید تر شدم. من به این باور دارم که هر آغازی پایانی داره، راه منو مهسا میکنه روزی به پایان برسه دیگه، دست کمش اینه که مرگ این جدایی رو رقم میزنه. اما تا آخر عمرم مدیونش هستم، یک جنگجوی شکست ناپذیر و خستگی ناپذیر، و من روحیه‌اشو میستایم. و در آخر دوست دارم به همه بچه ها، همه بیننده ها بگم، اگر کمی و کاستی در کار من بوده، اگر خامی و نپختگی تو کار من بوده، به بزرگی خودتون بخشیدید، به من این فضا رو دادید که به پختگی برسم، خودم رو کامل تر بکنم. خیلی ازتون سپاسگزارم، دست تک تکتون از دور میفشارم و یقین بدونید این پایان کار ما نیست. اون جمله معروفتم بگو، برنامه رو تموم کن. دست همو بگیرید و ول نکنید رفقا، ما جز هم کسی رو نداریم. مخلص، شبتون آروم.